بینندگان عزیز، با سلام به شما. امیدوارم تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت‌سر گذاشته باشید و اوقاتی رو که امروز با هم هستیم اوقات بهتری داشته باشیم. بسیار خوشحالم که بعد از مدت‌ها، شاید بعد از سال‌ها، فرصتی پیش آمد تا با آقای کوروش عظیم، کوروش زعیم، این عظیم و زعیم و واعظ و پیشوا و اینا همشون با هم میاد، آقای کوروش زعیم مصاحبه‌ای داشته باشیم. و از این بابت به ایشون هم سلام میکنم، هم خوش آمد میگم و میکروفون رو در اختیارشون میذارم تا با شما دوستان هم سلام و احوال پرسی کنن و پس از اون درباره مهمترین موضوعی که این روزها همه در جریانش هستید و انتخابات روز جمعه در ایران هست صحبت خواهیم کرد. شما در حین برنامه میتونید پیام بذارید، میتونید با فیسبوک مسیج بفرستید، میتونید با ایمیل حتی تماس بگیرید. من سوالات شما رو منعکس میکنم. اگر هم مشکلی در حین برنامه در برنامه زنده هست، میتونید بعداً در بازدید این برنامه‌ها که هر روز پخش میشه شرکت کنید، نظراتتون رو بگید، پرسشاتتون رو مطرح کنید. ممنونم آقای زعیم، این شما و این هم دوستان بیننده تلویزیون مردم در سر تا سر جهان. بفرمایید. درود به شما سربی و ممنونم از اینکه منو دعوت کردید به برنامه خودتون و درود به بینندگان عزیز که همه هم میهنان بی همتای ما هستن. من آقای زعیم دارم عکس شما رو نشون میدم روی اسکایپ و نشون میده که زیر چشم چپ شما زخم هست و اینها. اگه لطف کنید راجع به این عکس صحبت کنید و بعد بیایم برسیم به حال و ماجرای انتخابات. نه، زخمی، سایه است. سایه است این؟ سایه است، بله. ما در یک گفتگویی بودیم تو یکی از این برنامه‌هایی که تو ایران بود. بله بله. داشتن از من پرسش میکردن، اون سایه افتاده، اون زخمی. خب ما یکم نگران شده بودیم، ممنونم که نگرانی برطرف شد. آقا لطف کنید بگید، من به شما گفتم شما مهمان ما هستید و هرچی میخواهد دل تنگت میتوانید بگید. اگر یکم توضیح بدید برای دوستانی که تا امروز ممکنه شما رو نمیشناسن، آقای کوروش زعیم کیست، از کدام سازمان صحبت میکنه و به اصطلاح عقیدش چیه، باورش چیه و ما هم سوالاتی که به فکرمون میرسه از شما خواهیم پرسید. در حین برنامه من فیسبوک شما رو هم نشون میدم تا دوستان اگر مایل باشن از طریق فیسبوک هم با شما تماس بگیرن. اگر هم وسیله دیگه ای هست، ایمیلی هست، تلفنی هست که مایل هستید یا وبسایتی هست، شما لطف کنید بگید تا دوستان با شما در تماس باشن. یک بار دیگه از شما تشکر میکنم که مهمان ما هستید. امیدوارم این آخرین بار نباشه. بفرمایید. سپاسگزارم. من خب عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران هستم، ولی من یه فیسبوک دارم به نام خودم، kurushzaim.org. فیسبوک یه سایت شخصی دارم، kurushzaim.org. فیسبوک هم که شما فرمودید دارم، توی تویتر هم هستم و همین نام و توی جی پلاس هم هست. بسیار عالی. من همکنون دارم فیسبوک شما رو نشون میدم، کوروش زعیم دوستان در فیسبوک، همینجوری که ایشون گفتن توی توییتر هم هستن و امیدوارم که شما دوستان اگر پرسشی دارید ازشون بپرسید، اگر نظری دارید باشون در میون بذارید و باز هم امیدوارم تا قبل از جمعه حتی. آقا درباره انتخابات ایران بگید، درباره این دوستانی که تحریم میکنن، خود شما نظرتون چیه؟ مردم باید شرکت کنن یا نکنن؟ چون حقیقتا مردم گیج شدن، میگن یه عده به ما میگن شرکت کنید، یه عده میگن شرکت نکنید، یه عده میگن توی خونه هاتون بشینید، یه عده میگن بیاین بریزید تو خیابونا. چه باید کرد و چرا انتخابات ایران بعد از 38 سال هنوز اینجوری هست و به یک جایی نرسیده که مردم بتونن با اطمینان پای صندوق‌های رای برن و اونجا رای بدن؟ این یکی از دشوارترین پرسش هاست که میتونید از یک نفر فعال سیاسی بکنید، چون جامعه ما دو دسته شده، یک دسته قهر میکنن با همه چیز، یک دسته به هر حال همراه میشن و هر دو هم دلایل خودشونو دارن. بنابراین این پرسش رو به این سادگی نمیشه پاسخ داد. ولی پرسش درست که من الان خودم میکنم اینه که در یک نظام بسته خودکامه فرقه‌ای، مردم چگونه باید دیدگاه و سلیقه خودشون ابراز کنن؟ در واقع این پرسش شماست.
راههایی که تجربه شده در گذشته، یکی انقلابه که تا کنون هیچ انقلابی در جهان نتیجه دلخواه مردم رو نداشته. قشر کم سواد و فاسد و خشونت گراتری رو حاکم بر سرنوشت مردم کرده در همه مواردی که انقلاب تغییرات رخ داده. میتونیم مثلا انقلاب‌های فرانسه، روسیه، چین، کوبا رو مثال بزنیم که برای ده‌ها سال مردم خودشون رو پس از کشتارهای بسیار گسترده در بدترین شرایط آزار دادن و در سراسر موجودیتشون زبان حاکمیت زبان زندان و شکنجه و اعدام بود و مردم روی آزادی رو ندیدن. به همین خاطر هم هست که میگن انقلاب فرزندان خودش رو میخوره. دقیقاً. راه دوم کودتای نظامیه. ما نمونه اونو در آرژانتین، شیلی، یونان، اسپانیا، ترکیه با دیکتاتوری و فساد و زندان و کشتار تجربه کردیم. من دارم پاسخ میدم به اونایی که میگن رأی بدهیم یا ندهیم. راه سوم تغییر شورش‌های مسلحانه خیابانیه. برای به زانو درآوردن حکومت خودکامه و منفور مردم، شورش‌های مسلحانه رو من و شما نمیتونیم رهبری کنیم. چون از کشتن هم نوع و هم میهن خود نفرت داریم. چه کسانی اونها رو رهبری میکنن؟ کسانی که میتوانند بکشن، آتش بزنن، بمب‌گذاری کنن و غیره. همین ها در صورت پیروزی رهبری کشور بر عهده میگیرن. آیا اونها که به قول خودشون خون دادن و خون ریختن میتونن با مردم مهربون باشن؟ یک مثال بزنیم. در دنیا خیلی اتفاق افتاده. ما در کشور خودمون هم مثال‌هایی داشتیم که برای پیروزی در برابر قدرت نظام حاکم به بیگانگانی که دشمن میهن هستن متوسل شدن. اونا تنها خودشون رو در برابر ملت خوار کردن، چون این زشت‌ترین و ضد ملی‌ترین گونه یارگیری برای پیروزی در خانه است. راه چهارم نافرمانی مدنیه. نافرمانی مدنی کاری بسیار حساس، ظریف و دقیق که در عین حال که خشم مردم رو به گوش چشم حاکمیت میرسونه، آسیبی هم به شهروندان و به اموال مردم و جامعه نمیرسونه. فراخوان و مدیریت نافرمانی مدنی یک هنر مدیریتی و رهبری است، کار هر کس نیست و با شعار و داد و بیداد شدنی نیست. من در این باره نمیتونم سخن بکنم چون این کار تخصص میخواد. راه پنجم انتخاباته. در یک نظام خودکامه و فاسد روشنه که نامزدان انتخابات، به ویژه انتخابات مسئولان رد بالای مانند رئیس جمهور که از فیلترهای حکومتی رد میشوند، دلخواه مردم نیستن. ولی گاهی امکان داره که برای پاسخ دادن به خواسته های نظام آن کسی را نشون کرد که فاسدترین بخش نظام با اون موافق نیست یا نمیتوانند به اون اعتماد کنند. برای مثال ما در سال 76 چنین شرایطی رو داشتیم. نظام حاکم در اوج نارضایتی و نفرت مردم چهره ناشناخته چون محمد خاتمی رو به میدان آورد. ولی از ناطق نوری پشتیبانی کرد. مردم واکنش نشون دادن و برخلاف انتظار حاکمیت کسی رو انتخاب کردن که رأس نظام اونو نمیخواست. من در فرصتی با رئیس ستاد ناطق نوری اتفاقا صحبتی داشتم دو ماه پیش از انتخابات و ما بالاخره شرط بندی کردیم که من گفتم خاتمی به این دلایل که ذره ای از اونو توضیح دادم بین 67-70 درصد رأی میاره به انتخاب خواهد شد و دلیلش هم گفتم. هرچند که حاکمیت نذاش خاتمی قولهایی رو که داده بوده برآورده کنه، ولی نتیجه اون کارشکنی ها خشم و نارضایتی بیشتر مردم شد. این رای دهی به خاتمی گونه نافرمانی مدنی و یه سیلی به نظام. در انتخابات 84 من به عنوان نماینده جبهه ملی ایران به سه دانشگاه در تهران که مناظره میان رئیسان ستادهای انتخاباتی پنج نامزد اون زمان، یعنی هاشمی، دکتر معین، قالیباف، لاریجانی و زواره‌ای بودن، برنامه‌ریزی کرده بودن، من رو هم دعوت کردم. تحلیلی که من ارائه دادم، البته پس از سخنرانی های انتخاباتی هر پنج نماینده، این بود که هیچ کدوم از این پنج نامزد انتخاب نخواهند شد. در پاسخ به پرسش دانشجوها که پس چه خواهد شد، نمیشه که هیچ کدوم انتخاب نشن که، من پاسخ دادم که کسی که به عنوان رئیس جمهور در خواهد آمد همه ما رو شگفت زده خواهد کرد. آقای احمدی نژاد که هیچ خبر و نامی از او نبود انتخاب شد.
انتخاب احمدی نژاد که در اون زمان شهردار بی‌لیاقت برای تهران بود و در مدت کوتاه استانداری اردبیل هم به جز خرابکاری کاری انجام نداده بود، در واقع پاسخ حاکمیت به شکستی بود که در انتخابات 76 خاتمی خورده بود. این رویداد در سال 88 تکرار شد که این بار مردم از شوک انتخابات 84 در اومده بودن با واکنش شدیدی و از صندوق در اومدن آقای احمدی نژاد نشون دادن. آن هم یه نافرمانی مدنی. در سال 92 از اونجا که از مذاکرات پشت پرده در عمان و سوئیس و آمریکا برای رفع تحریم ها از یک سال پیش از انتخابات بدون آگاهی رئیس جمهور وقت به رهبری هاشمی رفسنجانی آگاه بودم، رئیس جمهور شدن هاشمی رو پیش بینی کردم و به دوستان در جبهه گفتم که هاشمی نامزد خواهد شد. پس از رد صلاحیت هاشمی، من بخت حسن روحانی رو در که مذاکرات رو مدیریت میکرد رئیس جمهور بعدی خواندم. این توی مصاحبه هام و نوشته هام الان هست، توی اینترنت هم هست، میتونید ببینید. بنابراین وقتی به واکنش مردم در 76، 78، 88، 92، 94 و اکنون در 96 با دید تحلیلی نگاه کنید، یک موج فزاینده ناکامی، خشم و روحیه عصیان در مردم به روشنی مشاهده میشه. دیگه نمیشه با این مردم بازی کرد. این پاسخ من تو پرسش اوله. بسیار ممنونم. آقای دکتر سلامی از آمریکا تماس گرفتن روی فیسبوک و نوشتن که International Referendum is the answer. میگن که رفراندوم یا تغییر کلی هر چی اسم بذاریم بین المللی، حالا من نمیدونم چجوری همچین چیزی امکان داره و یا آیا کشوری هست که بشه بگیم مانند اون کشور. نظر شما درباره صحبت آقای دکتر رضا سلامی چی؟ نه، به این رفراندوم بین المللی وجود نداره. تنها اینه که اگر در کشوری رفراندوم انجام بگیره میتوان از مثلا سازمان ملل خواهش کرد که یک کمیته رو بفرسته برای نظارت اون رفراندوم. ولی رفراندوم موقعیه که شما بخواید یک تغییر بنیادی در کشور رو خواهید، مثلا تغییر بنیادین در قانون اساسی یا اصلا تغییر خود قانون اساسی. ولی برای انتخابات رئیس جمهور و اینا هیچ وقت رفراندوم نمی کنه، رفراندوم به تغییر قانون می کنه. فکر کنم منظور ایشون اینه که همون قبل از اینکه انتخاباتی برای رئیس جمهور باشه باید رفراندوم بین المللی انجام بگیره. ولی من فکر نمی کنم سابقه در این قسمت جایی دیده باشم که به اصطلاح سازمان‌های بین المللی توی کشوری رفراندومی را بندازن بعد مردم برن با آزادی پای صندوق‌های انتخابات. و شما خیلی قشنگ توضیح دادید، معمولا اونایی که میان این کارا رو انجام میدن و اینها، حتی اون رفراندوم هم باز توسط کسایی که در صدر قدرت هستن و بعدم به اصطلاح ول نمی کنن. اینو یه مقداری دوستان خوشبینانه به قول معروف نگاه میکنن بهش. حتی چند مدت پیش آقای رضا پهلوی هم میگفت فقط رفراندوم، بعد مثل که دوستانی که وارد هستن بهش گفتن این اصلا شعار درستی نیست. آقای زعیم، دولت روحانی بعضیا باور دارن بعد از اون سالهای احمدی نژاد که تمام درا و دریچه ها بسته شده بود دریچه کوچکی باز کرده. به نظر شما این حقیقت داره شعار یا فقط شعار بود؟ یعنی این گفته یا اینکه فقط یه شعار انتخاباتی بود؟ ببینید، من در آغاز انتخابات 92 که آقای روحانی انتخاب شد، در تحلیلام، در گفتگوهای رسانه‌ای و نوشته‌هام نوشتم و گفتم که روحانی با توجه به پیشینه نه چندان خوشایندش در سالهای اولیه انقلاب و نیز مسائل خصوصی که داشته، هدفی جز بهتر کردن کارنامه خودش نداره. او بعد من با هوشمندی درک کرده که این فرصت بزرگ ریاست جمهوری که به دامنش افتاده، اونم به خاطر مذاکرات رفع تحریم ها، فرصت بی نظیری برای تبدیل خودش به یک شخصیت معتبر در تاریخ معاصر ایرانه. من باور دارم و از روز اول هم گفتم که او تمام تلاشش رو در این راه خواهد کرد.
و ملاحظات خاتمی و ترس خاتمی رو نخواهد داشت، چون خاتمی خیلی به اصطلاح جبون عمل میکرد در حرکتهایش. او به روحانی به یه فرصت دوباره نیاز داره تا خودش رو ملت ایران که به روحانیان به کلی بی اعتماد هستن ثابت کنه. ولی آیا موفق خواهد شد و یا خواهند گذاشت موفق شد؟ من میپندارم که با وجود یک دولت موازی و شبه نظامی مقتدر که تکروی هیچ رئیس جمهوری رو بر نمیتابه، بعید میدونم که اون توان مستقل بودن رو داشته باشه تا منافع اونها رو به سوی منافع ملی تغییر مسیر بده. منظورم منافع اون دولت موازی نظامی رو. اون میخواد یه قهرمان ملی بشه. این واضحه که هرچند از یک روحانی ملی بودن غیر طبیعی است، ولی من او رو مصمم میبینم که حتی تهدید و خطر رو هم به جان خواهد خرید. پس اگر اتفاقی که برای هاشمی رفسنجانی افتاد، چنین خطری دور از تصور نیست. در هر صورت اگر روحانی انتخاب بشود و انتظارات مردم را خیلی زود بر نیاورد، یا اگر کسی دیگری از صندوق رأی درآید، باید انتظاری جنبش بزرگ ملی داشته باشیم که امیدوارم توسط عوامل جمهوری اسلامی به خون کشیده نشه، که واکنش مردم به خشونت نظام این بار بسیار ناخوشایند خواهد. یعنی برداشت من این بود که شما میگید که آقای روحانی باید یه فرصت دوباره‌ای داشته باشه تا بلکه در 4 سال دوم بتونه کاری انجام بده، درسته؟ بله. خب دوستی به نام اردشیر بلیوندی نوشته که تصمیم گیری در رابطه با آینده مرز و بوم ایران بهتر است منطبق با سیاست‌های جهانی و واقعیت‌های توان و بینش و نگرش جامعه باشد و نباید دیجیتالی. بر کسی پوشیده نیست در عقب ماندگی و قتل و جنایت و هر دو جنا مشترک بودن، ولی از انتخابات به عنوان فرصت باید سود برد و کشیده محکمی به جناح اقتدارگرا زد که برای همیشه به کما برود. نظر شما در این باره چیه؟ حالا چیز عقیده ایشون محترمه، به هر حال من نمیتونم رو عقیده هر کس که زار عقیده میکنه نظر بدم. این هم یکی از دیدگاه هایی که جاریه و خیلی مردم این دیدگاه رو دارن. بسیار ممنونم، پس شما این رو به عنوان یک نظر گفتید که محترمه، مرسی. آقای کوروش زعیم، میگن که جبهه ملی بعد از ماجرای دکتر بختیار به اصطلاح اگه نگیم خیلیا، باید بگیم 50-50 مردم بهش بدبین شدن، گفتن اینها یار خودشون رو ول کردن. من از شما سوال میکنم، آیا جبهه ملی توی 38 سال گذشته تونسته اعتماد مردم مخصوصا جوانها رو جلب کنه و در یارگیری و در ثبت نام نیرو به اصطلاح موفق بوده یا نه؟ از اون پرسش های لبه شاقوی دولب است. بله شمشیر، اینجا میگن شمشیرهای دولب. بله. ببینید جبهه ملی ایران از کودتای 28 مرداد تا امروز پیوسته زیر فشار خفقان، تهدید، احضار و زندان بوده. یعنی هرگز هیچ کدوم از این دو نظام بهش اجازه فعالیت ندادن، اجازه گرد همایی ندادن و اجازه ندادن که خودشو به عنوان یک سازمان سیاسی منسجم و گسترش بده. البته در سال با وجود این، در سال 40 مثلا جبهه ملی موقعی که اون کنگره رو داشت تقریبا 300 تا شاخه داشت و فقط 3000 نفر دعوت شده بودن برای از بینشون انتخاب شده بودن برای کنگره، ولی خب خیلی زود درها بسته شد. در جمهوری اسلامی هم همینطور. جمهوری اسلامی هم در از اول انقلاب درها رو به روی جبهه ملی بست، حتی دوره اول مجلس شورای ملی که آخرین باره که مجلس نام ملی داشت، جبهه ملی برای تمام شهرها و حوزه ها نامزد اعلام، من یکیش بودم، ولی هیچ کدام از اینها رو نگذاشتن که
در حوزه هاشون انتخاب بشن، بعضی ها رو کتک زدن، بعضی ها رو اجازه ندادن رأیشون خونده بشه. دو سه نفرم که راه پیدا کردن به مجلس، اونها رو صلاحیتشون رو رد کردن. بنابراین از آغاز جمهوری اسلامی جبهه ملی زیر فشار بوده و همون از سال 60 هم که میدونید شروع کردن دستگیر کردن و زندانی کردن، سال 60 یک موج دومش بود که من هم جزش بودم. بنابراین جبهه ملی هیچ وقت فرصت سازماندهی به عنوان یک سازمان سیاسی مستقل کهن ملی دموکرات رو نداشته و وزارت اطلاعات همچنان که جنب و جوشی رو در جبهه ملی میبینه، عاملان اون جنب و جوش رو بلافاصله احضار و زندانی میکنه. نظام با شدت جلو جوانگرایی در جبهه ملی رو میگیره، با وجود که مثلا دکتر برجاوان موقعی که زنده بودن خیلی تلاش کردن، من خیلی تلاش کردم برای جوانگرایی، ولی دائم جوانهامون رو تهدید میکنن و خود ما رو تهدید میکنن از اینکه جبهه ملی جوان بشه و نسل و خون جوان واسه بیار، نمیدونم چرا هراس دارن. بنابراین جبهه ملی ایران در موقعیتی نیست که در انتخابات دخالت یا شرکت کنه، چون حق مشارکت نداره. به همین دلیل بسیاری از ما هیچ کار رأی نمیدیم. در طی 14 دهه گذشته من تنها در انتخابات مجلس یکم، اون هم چون خودم جزو نامزدهای جبهه ملی بودم، البته انصراف دادم پیش از رأی گیری، و در نخستین انتخابات ریاست جمهوری که من یکی از نامزدها پشتیبانی میکردم رأی دادم. دیگه هرگز در اعتراض به این که نمیگذارن جبهه ملی فعالیت بکنه رأی ندادم. بسیار ممنونم. آقای دکتر رضا سلامی باز در فیسبوک دارن مینویسن که رفراندوم according to international law to find out دارن شرایطشو می‌نویسن. امیدوارم بعدا شما فرصت کنید یک نگاهی به فیسبوک ما بندازید و با این دوستان بیشتر تماس بگیرید. ممنون از آقای سامان نوری که ایشون روی فیسبوک خودشون نوشتن استقلال، آزادی، جمهوری ایرانی. نظر شما راجع به این شعار چیه؟ استقلال، آزادی، جمهوری ایرانی. حالا این شعار نیست، این باید واقعیت زندگی یه ملت باشه. جمهوری باید همون مربوط به همون کشوری باشه که جمهوری درش رخ میده. یعنی منظورش اینه که جمهوری ایدئولوژیک دیگه جمهوری نیست. خیلی ممنون. ایشون اضافه کردن امیدوارم به زودی جبهه ملی قانون اساسی پیشنهادی را منتشر کنند. نظر شما در رابطه با قانون اساسی چیه؟ چون بعضی از دوستان جبهه ملی میگن ما قانون اساسی 100 سال پیش رو داریم، قانون مشروطه. شما نظرتون چیه؟ من هم یه سایتم زیاد تماس میگیرن در چون قانون اساسی رو من پیشنویسش رو نوشته بودم، در حال تکمیل هستیم. دائم دوستان میپرسن آقا پس چی شد؟ منم میگم قانون اساسی رو ما آماده میکنیم، ولی نمیتونیم در شرایط نامناسب اونو منتشر کنیم. باید در شرایطی باشه که قانون اساسی توسط یک کمیته ملی مورد بررسی قرار بگیره و اصلاح بشه، بهبود پیدا کنه، بعد به رفراندوم گذاشته بشه. خب نظر خود منم هم همینه که بعداً باید مجلس مؤسسان تشکیل بشه. فکر کنم دوستان با تجربه‌ای که از سال 1357 دارن میگن اشکال اینه که به اصطلاح اونایی که سوء استفاده میکنن توی جوش و خروش مردم میان و یک قانونی رو سریع میذارن، مردم هم نخونده و ندیده میرن رأی میدن. فکر کنم بیشتر اینها منظورشون اینه که از قبل ما بخونیم ببینیم چی هست. ضمناً خانم دکتر بهیه جیلانی از پاریس نوشتن که مسئله این است که جبهه ملی حتی یک اعلامیه هم نمیدهد. چرا؟ پرسش خیلی خوبه. با سپاس از خانم جیلانی. جبهه ملی الان به شدت زیر فشاره و اگر بیانیه‌ای که در اون دیدگاه اصطلاح مستقلی رو عنوان بکنه زیر فشار میره، احضار میشن و تهدید میشن. ولی بعضی از شخصیت های جبهه ملی بیانیه‌ها رو در قالب مقاله یا سخنرانی یا بیانیه‌های خصوصی میدن. الان ما چند تا بیانیه دادیم که مثلا برای روز کارگر، روز
حقوق بشر و غیره که برخی از اعضای جبهه ملی اون امضا کردن، مثل آقای مهندس امیر انتظام، آقای دکتر بابن، دکتر رشیدی، خود من، اینا رو ما میدیم. ولی خود جبهه ملی تهدید شده که مبادا بیانیه‌ای که دم از استقلال و حقوق بشر و دموکراسی بزنه داده بشه. بسیار ممنونم از شما. آقای نوری گفته که شما کاملا درست گفتید و اگر جمهوری هست، جمهوری باید باشه بر اساس به اصطلاح جغرافیا و فرهنگ اون ملت در اون منطقه. ضمناً آقای دکتر شهرام ایران بومی هم از آلمان به ما پیوستن، ایشون یه لینک یوتیوب فرستادن که الان ما نمیتونیم، بعدن نگاه میکنیم پاسخ میدیم. من از شما خواهش کرده بودم 10 تا 15 دقیقه مهمان ما باشید، لطف کردید، اگر صحبتی دارید بفرمایید و میدونم الان دیر وقت هست در ایران، امیدوارم باز هم بتونیم با شما باشیم. من ساکت میشم و اگر شما صحبتی دارید بفرمایید تا حسن ختام این مصاحبه باشه. من سپاسگزارم. خب من وظیفه داشتم پرسشایی که میشد تا اونجایی که میتونم از صلاح هست پاسخ بدم و خیلی ممنونم که منو دعوت کردید و امیدوارم که صحبتهای من برای برخی از بینندگان سودمند بوده باشه. من هم صفحه فیسبوک شما رو نشون دادم، هم صفحه وبسایتتون رو. امیدوارم دوستان با مراجعه به این صفحات بتونن با شما در تماس باشن. باز هم از شما ممنونم و بهترین ها رو برای شما و ملت ایران و مردم جهان حقیقتا آرزو میکنم. شرایط دشواری هست همه جای دنیا. من یه سوال از شما دارم، نظر شما راجع به انتخابات آمریکا و اینکه شخصی مثل ترامپ ازش در اومد چیه؟ حالا این من یه مقاله‌ای داشتم می‌نوشتم درباره سیاست خارجی حزب جمهوری‌خواه آمریکا توی زندان. می‌دونید من الانم با مرخصی بیرونم، من الان زندانی هستم. بله. و موقعی که گفتگوهای پیش از انتخابات می‌شد، مناظره می‌شد، تیتر مقاله من که تمومش نکردم تو زندان این بود که Decay of the American Republican Party Foreign Policy. و عقیده من این بود که ایشون، البته من از موقعی که جوان بود وارد بساز بفروش شد و اونهای قدیمی رو میخرید بازسازی میکرد میفروخت، میشناخته، نه دور، دور یعنی رسانه‌ای میشناختم و ایشون خیلی دلش میخواست مطرح باشه تو رسانه‌ها، بنابراین کارهای عجیب غریبی میکرد که عکسش توی رسانه‌ها بیفته. بنابراین یه آدمیه بسیار دنبال سر و صدا، آره، یه کمی غرور که بده برای متفرعن و دلش میخواد مطرح باشه به هر قیمتی. و من موقعی که ایشون رأی آورد، که البته رأی نیورد، رأی عمومی رو نیورد، ولی به هر حال موقعی که صحبت رئیس جمهور شدنش بود، من فکر کردم که این آدم خیلی اشتباه خواهد کرد. نوشتم تو یک از نوشتم اشتباه خواهد کرد، ولی چون یک بیزنسمنه و فقط دنبال سود، یعنی پیروز شدن در هر کاری که میکنه هست، زود عقیدش عوض خواهد کرد. بله. همین الان اینجا سر و صدا هست که ایمپیچش کنه. از 3 روز قبل مردم حتی خواستن. نه اصلا از روزهای اول صحبت ایمپیچ شدنش بود. البته من گفتم احتمالی که ایشون در سال اول ایمپیچ بشه هست، 50-50 است، ولی آدمیه که اهل معامله است، یعنی زود عقیدش عوض میکنه، بهش بگن آقا این کار اشتباهه، بهت میخندن مردم، زود عوض میکنه. یعنی اون غرور سیاستمدارایی که به تدریج اومدن سلسله مراتب طی کردن، نمیدونم توی چیز مجلسای استانی، بعد بله شوراهای شهر، شهرداری، ایالتی، یه جایی بودن، قرون، یعنی اون تجربه رو نداره. بنابراین همون روشی رو که در بساز بفروشی انجام میداد که من آگاه بودم ازش، چون همیشه دربارش میخوندم اونجا، همونم در روی سیاست جمهوری. من فکر کنم ایشون اگه این پیچ نشه 2 سال طول میکشه تا پخته بشه در کار جدیدش. امیدواریم با پخته شدن ایشون ما اینجا سوخته نشیم.
در صورت آقای دکتر شهرام ایران بومی از فرانکفورت آلمان، قانون اساسی ایران، منشور کوروش، قوانین اساسی. خیلی از دوستان باور دارن که این پدران آمریکا قانون اساسی و اون ماجرای به اصطلاح انقلاب آمریکا رو بر اساس اون منشور کوروش نوشتم. من خودم با این مخالفم. شما نظرتون چیه و آیا میشه قوانین 2000؟ واقعیت اینه که منشور کوروش که موقعی که قانون اساسی آمریکا رو می‌نوشتن، هم فرانکلین، بنجامین فرانکلین و هم جکسون اشاره به منشور کوروش کردن و به قول خودشون الهام بخش بود منشور کوروش. نوشتنش تنها چیزی که میتونه از اون الهام گرفته باشه همون برابری همه نژادها، برابری همه شهروندان و آزادی مسافرت، آزادی مسکن، آزادی کار، ایناست که همه تو منشور کوروش هست که من خودم یکیشو ویرایش کردم از زبان اصلی. بله اونا بوده، یعنی قانون اساسی آمریکا بر حال در روح منشور کوروش نوشته شد. ولی امکان این که یعنی کشوری بیاد منشور کوروش رو به عنوان چی میگن لوحه کارهاش قرار بده و اجرا کنه فکر نمیکنم باشه. چیزی که 2500 سال پیش خیلی ساده و اون بوده با... به اصطلاح یک ببینید منشوری که 2500 سال پیش صادر شده یک روحیه به آدم میده که 2500 سال بعد من باید چجوری باشم. اگر اون موقع اینا اینجور فکر میکردن، من 2500 ساله باید چجور فکر کنم؟ بسیار. این دقیقا صحبتیه که هم بنجامین فرانکلین کرد هم جکسون کرد موقعی که می نوشتن. بنابراین اون جو نوشتن قانون اساسی آمریکا، جو روحیش منشور کوروش. بسیار ممنون. دکتر رضا سلامی هم اثر داشت. بله حرف شما رو تایید کردن و گفتن که قانون اساسی آمریکا بیشترش بیست بر همون ماجرای لوحه کوروش و منشور کوروش هست. بازم از شما ممنونم. یه بار دیگه یادآوری میکنم اگه لطف کنید آقای زعیم بعد از مصاحبه روی فیسبوک لینک هایی رو که لازم میدونید به صورت کامنت به دوستان بگید یا باشون در رابطه باشید و خوشحال میشم اگه یه روزی شما و آقای رضا سلامی هر دو مهمان برنامه باشید تا نظراتون رو با دوستان بیننده در میون بذارید. از قول من به دوستان دیگه هم سلام برسونید و امیدوارم که روزهای بهتری در انتظار همه باشه. سپاسگزارم و شب خوش. شب و روزتون خوش. دوستان عزیز با آقای کوروش زعیم بودیم از ایران. ایشون از جبهه ملی هستند و میتونید وبسایت ایشون یا صفحه فیسبوکشون رو که در این ویدیو نشون دادیم تعقیب کنید و دنبال کنید. خیلی ساده به اسم خودشون نوشتن و نوشته هایی دارن، باورهایی دارن که شما هم میتونید هم پرسش کنید هم نظرات خودتون رو بگید. نظر شما درباره انتخابات جمعه 29م، امروز 27م، چهارشنبه 20، امروز 25م، چهارشنبه 27م و جمعه 29م اردیبهشت ماه انتخابات ریاست جمهوری ایران. و آقای سهراب چمنارا میدونید دوشنبه ها معمولا ویدیوهایی رو درست کردن، الان یکی دو هفته هست که یا مصاحبه شون رو میفرستن یا ویدیوهای قدیمی رو که در رابطه با همین اوضاع این روزها هست و امروز بعد از برنامه من ویدیوی اندیشکده قانون اساسی حکومت پارلمانی ایران که برنامه درباره جدایی دین از حکومت بوده که من باور نمی کنم هنوز در هیچ جایی جدایی دین از حکومت رو دیده باشیم. اگر تو کشوری شما 100% جدایی دین از حکومت رو دیدید اسم کشور رو برای من بنویسید تا من در یه برنامه‌ای باهاتون صحبت کنم. ممنون از آقای سهراب چمنارا، ممنون از آقای کوروش زعیم و ممنون از شما دوستانی که به عنوان تهیه کنندگان این برنامه ویدیوهایی رو ارسال کردید یا نوشته‌هایی رو فرستادید که من بتونم اونها رو
ازش الهام بگیرم و برنامه رو اجرا کنم. هفته این ویکندی که گذشت، آخر هفته‌ای که گذشت، میتونم بگم یکی از روزهای شاد زندگی من بود. پسر من ازدواج کرد. امیدوارم جوانهای ایران هر کجای دنیا که هستن ازدواج کنن، موفق باشن، خونه و خانواده یا خانه و خانواده تشکیل بدن و خیلی هم سخت نگیرن. نه وای نسن حتما اول ماشینشون، خونهشون، نمیدونم زندگیشون. اگه همه اینها رو ردیف کنید بعدن دیگه سخت گیر میشید و حالا میخوان یک کسی رو انتخاب کنید که ماشینش از شما بهتر باشه، خونهش از شما بزرگتر باشه، نمیدونم که شما ضرر نکنید. اون وقت دیگه این ازدواج ازدواج نیست، این میشه یک معامله. معامله کردن هم اصلا توی ازدواج فایده نداره. در اصل ممنون از یکایک دوستانی که روی فیسبوک، روی پیامگیر ما و روی ایمیل به من تبریک گفتم. ممنونم از علی آقای عزیز، همشهری ما، که از ترکیه تازه رسیده به کالیفرنیا و درست خورده تو این ایام چند روزی که ما به اصطلاح خیلی مشغول بودیم و اینها. چندین بار ایشون تماس گرفتن، متاسفانه یا خوشبختانه ما در این جشن و مراسم بودیم و چون ساعت اونها هم 3 ساعت از ما جوانتر هستن توی کالیفرنیا، هر وقت من زنگ زدم این تلفن ایشون یه چیزیش میشه، نه پیام میگیره و به اسپانیش شروع میکنه صحبت کرده. این هم از این ماجرا. و اما قبل از این که من برم به اون به اصطلاح ایالت دیگه برای ازدواج پسرمون، یه دوستی تماس گرفت، گفت آقای سوربی من دیدم شما خیلی وقتها در رابطه با این مسائل فرهنگی ما ایرانیان، مخصوصا مسائل فرهنگی که حالا چی میگن درگیر فرهنگ اروپا و فرهنگ آمریکا و اینها هم شدیم صحبت میکنید و مثل دیگران خیلی دست به عصا را نمیرید. ایشون توضیح میداد که یکم به دوستان بگیم. آها من گفتم اگر من قبل از ایشون چهارشنبه که من اعلام کردم گویا یه همچین چیزی رو گفت، پنجشنبه بهش گفتم که من اگر قبل از عروسی پسرم بگم، بعضی از دوستان فکر میکنن در رابطه با عروسی ایشون میگم و میگن ای بابا نگاه کنین، حالا یه مهمونی گذاشتن، میخوان نمیدونم کادو بگیرن، گیفت بگیرن، اینجور اونجور. اینه که اجازه بدید برم بیام بعدن بگم. و ایشون هم گفت هیچ مسئله نیست. دوستان این ماجرای عروسی من یادمه 30 سال پیش ما یه عروسی دعوت شدیم. خب مراسم اینجوری که نمیدونستیم اصل فلسفه عروسی و کادو بردن اینه که اون وقتا چون دو تا جوون وقتی ازدواج میکردن نه قابلمه ای داشتن، نه کاسه ای، نه رخت خوابی، نه گلیمی، نه قالی، نه ماشینی، عموشون میمده یه قالی بهش میده، داییش میمده وسایل آشپزخونه میداده، نمیدونم پدر عروس میمده این چیزها رو میداده، پدر داماد میمده این چیزها رو میداده تا اینا یک زندگی نقلی رو شروع کنن. حالا که زندگی عوض شده، یه مقداری اینها تو سنای بالاتر ازدواج میکنن. براتون گفتم پسر من بزرگتر از دخترمه، ولی دختر من 5 سال پیش ازدواج کرده. پسر من با وجودی که 5 سال هم بزرگتره حالا ازدواج کرده، یعنی میشه بگیم 10 سال، نمیدونم. در هر صورت اینا همشون الان خونه های خودشونو دارن، حالا یا اجاره ای یا خریدن، زندگی خودشونو دارن، ماشینو دارن، وسایل آشپزخونه رو دارن. و تازه مشکل اینه که خانومه که میخواد ازدواج کنه وسایل و خونه و زندگی خودشو داره، آقا هم وسایل و خونه و زندگی خودش. این دوتا وقتی میخوان تازه بیان توی خونه با هم زندگی کنن، نه اینکه احتیاج به آشپزخونه و قالی و رخت خواب و تخت خواب و تلویزیون ندارن، باید یه سری از چیزاشون هم به این و اون ببخشن، نمیدونم به این سازمانهای خیریه، به این انجمنهایی که شلتر هاوس برای زنهای بی سرپرست و اینها و الی آخر. ولی برگردم به 30 سال پیش وقتی که ما رو دعوت کردن به این عروسی، با خانمم صحبت کردیم که خب ما کادو چی بدیم. اون موقع مثل الان خیلی رسم نبود که هر کی میخواد ازدواج کنه میرن تو یک فروشگاهی رو اینترنت یا تو خود فروشگاه لیست میدن، میگن که من آقا و خانم این احتیاج داریم به قوری، 2 تا استکان، یه سماور، یه گلیم 2x6، نمیدونم 3x4 فلان. اینجوری نبود، رجیستر نمی کردن، ثبت نام نمی کردن ما بریم. من هرچی فکرش کردم برای این خانمه، اگه اشتباه نکنم خانمه ویتنامی بود، بله ویتنامی بود، به همسرم گفتم که بهترین چی پوله، پول نقد یا چک بذارید توی پاکت
بدید به اینها، اینها هر جوری دلشون میخواد اون پول رو خرج میکنن. مخصوصا حالا بعد از مخارج زیاد عروسی و اینها خیلی گرون و خیلی سرسام آور شده و خیلی هم هی هر دفعه بزرگتر و بزرگترش میکنن. و این به نظر من البته پول بهتره. حالا پول به نوعای مختلف، اینجا گیفت کارت میخری، کردیت کارت میخری، روش $100 $500 $200 میتونی بدی به طرف، میتونی چک بنویسی بهشون بدی. یه دوستی وقتی اینو تو به اصطلاح یک شنبه داشتم میگفتم، گو این بهترین فکره که چک بنویسن به نام آقا و خانم و مبلغش هم بنویسن، توی کارتم تبریک بگن، ضمناً بگن اگر به اصطلاح پذیراییتون، شامتون، جشنتون خوب نباشه، ما این چک رو استاپ میزنیم. یعنی قبل از اینکه شما از هانیمون برگردید و بیاین این چک رو نقد کنید، ما چک رو استاپ میزنیم. امیدوارم که همه عروسی ها و اینها با خوشی و خوشحالی به اصطلاح اون جشن تموم بشه و شروع زندگیشون با خوشی، شادی و سلامتی باشه، که هیچ چیزی بهتر از این نبوده و نیست. و اما عقل بشر قسمت چهارمش، ممنونم از دوست خوبمون از خلیج فارس، اون رو براتون پخش میکنم در حین برنامه. درباره برنامه آقای سهراب چمنارا گفتم، ضمناً امروز دوشنبه 15 ماه می سال 2017 است، برابر با 25 اردیبهشت 1396، دو قدم مانده به صبح. حالا نمیدونیم صبح آزادی، صبح شادی و امید، یا باز هم این ماجرای انتخابات که تموم شد همین بگیر و ببندا بوده و هست. خب یه دوستی اون روز به من گفت که شما چرا، حتی خانم نیر هم اعتراض کرده بود که آقا چرا برای من نوشتی دوستان ایرانی به اصطلاح بعد از 7000 سال هنوز نمیدونن از فیسبوک استفاده کنن، آیا من اشتباهی در استفاده از فیسبوک داشتم؟ لطف کنید به من بگید. اگر اجازه بدید چند دقیقه ما این رو با هم نگاه کنیم و ببینیم که این ماجرای فیسبوک چیه، چگونه باید بهتر از استفاده کنیم و چرا بعضی از دوستان ما که دنبال این هستن که آخوند توی ایران قانونمند بشه و به اصطلاح آزادی خواه باشه و دموکراسی رو رعایت کنه، خودشون در کشورهای اروپایی، در کشورهای به اصطلاح پیشرفته، در آمریکا قانون رو زیر پا میذارن. اجازه بدین من براتون چند نمونه رو نشون بدم، بریم ببینم اگه اینها باشنشون. مثلا یکیش هست به نام سنا ای جی، ببینیم پیدا میشه همچین کسی. بله، سنا ای جی. خب ببینید دوستان، فیسبوک، فیس یعنی صورت، بوک یعنی کتاب، یعنی کتاب صورتها، صفحاتی که صورت خودت رو میذاری. اگه یه نفر گو ای کی بود من باش هم کلاس بودم تو شیراز، فامیلی سوربی بود، میزنه سوربی، 10 سوربی پیدا میشه، هی قیافه رو نگاه میکنه، میگه نه بابا اون که من دیدم خوش قیافه بود، این حالا زشته. خلاصه تماس میگیره، میبینه بله همون سوربیه که خوش قیافه بوده حالا شده یک نمیدونم جانور زشتی، و همدیگر رو پیدا میکنه. ولی مثلا این سنا ای جی، شما تو فارسی به من بگید این سنا اسم مرده یا اسم زنه، ای جی یعنی چی؟ و نگاه کنید اومده عکس آقای رضا پهلوی رو گذاشته، اینجا هم عکس آقای رضا پهلوی رو گذاشته. من این کاری که میکنم، این هر کدوم از اینا رو میبینم اینجوری ریپورتشون میکنم، می‌نویسم که report this file، بعد میگم که این اکانت فیکه، یعنی این حساب قلابیه، سابمیتش میکنم توی فیسبوک. فیسبوک هم فردا برای من یه نامه می‌نویسه، می‌نویسه که ما بررسی کردیم، شما درست گفتید، این حساب بسته شد. و حالا این حالا از من پرسه که چی بود، این کمک کرد یا نه؟ بابا کمک کرد، بسته. خب حالا آقای رضا سنا رو شما میتونید بلاکش هم بکنید دیگه، راحت. کسایی که اینجوریان چیزی ازشون به دست شما نرسه. میگه که مطمئنی میخوای یه همچین شخصی رو بلاک کنی؟ من میگم بله.
اگه کسی از فیسبوک درست استفاده نمیکنه، تازه میخواد بیاد به ما هم یاد بده که ما چگونه استفاده کنیم و ایرانی ها چگونه زندگی کنن، بهتره که ما چکار کنیم؟ بلاکش کنیم. خب بریم سراغ خانمی به نام گیلدا حیدری. اینه خانم نیه، نگاه کنید، گیلدا حیدری. و اینایی که معمولا عکسی هنرپیشه‌ای رو میندازن، عکسای دیگه میذارن، اینا خیلی هم به دیگران حمله میکنن، خیلی هم چون شناخته شده نیستن. من وقتی یه نفر یه پیامی میذاره یا ایمیلی میفرسته، براش اگه بتونم باهاش تماس بگیرم ازش سوال میکنم، میگم من یه سوال از شما دارم، شما اگه منو تو خیابون ببینی تو خیابونم اینجوری با من صحبت میکنی؟ بعضی هاشون یکم فکر میکنن، شرمنده میشن، میگن نه. بعضی هاشون گوشی رو از خجالت قطع میکنن. من از اینایی که ببینید یه عکسی، این عکس رو شما ممکنه برای 10 صفحه ببینید، این خانم گیلدا حیدری، اینم دوباره خیلی ساده ریپورت، همون مراسم، این فایل رو پروفایل، چون این صفحه شخصیه، اینم میگیم به نظر من این اکانت فیکه. وقتی شما و 10 دیگه بنویسید که این فیکه، چیکار میکنن؟ اونا هم میفهمن که بله این فیکه و زودتر میبندنش. خب براتون اسم نوشتم، این مال یه روز بوده، خانم نیر، که ببینید ما صبح تا شب با چند بار. یکی دیگه اش هست شهباز آزادگان. آزادگان معمولا این اسامی اصلا شروع بیا، شهباز آزادگان رفته عکس یه مرده رو به نام شاه آورده گذاشته اینجا. خب این آقا خانم، شمایی که میگی آخوند قانون رو رعایت نمیکنه، شما خودت قانون رو رعایت نمیکنی. عکس گذاشته اینجا دکتر آجودانی که عکس طرف از صفحه بیرونه، سر رضا شاه رو گذاشته که تا پیشونیش بیرونه، بعدم اصلا یعنی این بلد نیست حتی اینا رو تنظیم کنه، بعد اینجا هم عکس شاه رو گذاشته. دوباره چه کار میکنیم؟ ریپورت. حالا فهمیدید خانم نیه، این مال دیروز، تا حالا که من برگشتم به خاطر که پاسخ به شما بدم اومدم نگاه کردم تو این دیروز تا حالا هر نوشته ای که به دست من رسیده اینجوری قلابی بوده، آمدیم به اینا گفتیم بابا اینها گلابی هن، قلابی هن. بله بلاک میکنی؟ Are you sure؟ بله. اینجوری اینم هی از اون میپرسه. خب امروز روز بلاک کردنه. بریم سراغ آقای امیر بیگلر. نه اتفاقا آقای امیر بیگلر جواب داده و قرار مهمون ما باشه، ولی ایشون هم جز رو همینایی بوده فکر کنم که عکسش قلابی بوده. حالا خیلی ها چون تو ایران هستن میگن ما عکس خودمونو نمیذاریم. آقای احمدی نژاد، آقای رضایی، اینا آمدن دیگه رو فیسبوک و رو توییتر استفاده میکنن. اگر قرار باشه از اینا تا این حد بترسید که اونها قوی تر و بزرگتر میشن، ولی اگر ایرانیایی که مثلا 7 میلیون، 4 میلیون، 3 میلیون روی فیسبوک هستن، همشون امروز آزادانه عکساشونو بذارن، آقا اینا که نمیتونن 1 میلیون بگیرن بذارن زندان، اینا که نمیتونن 7 میلیون، 5 میلیون بندازن زندان. زندان ما رو میندازن موقعی که تک تک هستیم، اون ضرب المثلی. بله اینم آقای امیر بیگلر یه عکس گذاشتن اینجا، یه عکس یک زن کردی هست، سرباز کرد، حالا اسم ایشون امیره، با این عکس چی کار داره؟ و اینجا هم نوشته که اگر کسی اهل تخته هست، این اپ بسیار خوب است، سریع و قوی است و مجانی، انتخابات انتصابی، گزینش گماشته ای رژیم الی آخر. فعلا آقای امیر رو بلاک نمی کنیم تا قرار مصاحبهمون رو باهاشون بذاریم، بعد ازشون بپرسیم آقا شما چرا به جای خودت عکس یکی دیگر را گذاشتی؟ خب اون روز فرخ دیوانه پیرنیا رو براتون خواندم و گفتم، بیان ببینیم ایشون کیه. بله نگاه کنید، حالا بازم امیدوارم که این عکس عکس خودش باشه، چون ما چی میگن اینجا، میگن به همه شانس بده و فکر کن که اونها به اصطلاح مثلا ندونسته این کار انجام دادن. به نظر میرسه که ایشون عکسش گذاشته و ما هم خب دست از سرشون فعلا ور میداریم. بریم سراغ آقای به نام سعید سعیدی. سعید
سعید سعیدی. امیدوارم خسته نشید، ولی ببینید که جامعه ما که اینقدر وقتی میره ایران پوز میده، حالا اینا هم تا دلت بخواد سعید سعیدی داریم. اتفاقا درست این ماجرایی که من گفتم، نگاه میکنی، من نگاه میکنم، اینم من با یه آقای سعیدی مثلا توی ارتش هم دوره بودم، ولی اون دو تا دست داشته، این چجوریه این همه دست داره؟ خب حتما این نیست. میام پایین تر بعد ببینم اه نکنه اینه، رفته جراحی کرده شده جورج کلونی. ببینی واقعا باعث خجالت نیست برای یه ایرانی که اسمش سعید سعیدی باشه ولی بره عکس جورج کلونی رو بذاره و پشت عکس جورج کلونی به این و اون بخواد یا فحاشی کنه یا راهنمایی کنه و الی آخر. یعنی هر چیزی که شما بگید فحاشی کردنش، راهنمایی کردنش، همش دیگه اصلا معلومه که دروغ، دروغ محض. خب اینم آقای سعیدی سعیدی در زبالدان فعلا. بریم سراغ کوروش هخامنش. فقط اسما رو دوستان دقت کنید یکی یکی. کوروش هخامنش، حالا یا هخامنشی نمیدونم، این یکی نوشته هخامنشزه. بله کوروش هخامنشی، طبق معمول عکس کوروش رو گذاشته، یعنی همچین شخصی دروغه، فیکه. ما اون قشن می نیستیم دیس پروفایل ریپورت فیک بلاگ. حالا اگر اینها آدمای درستی بودن، قانون رو رعایت می کردن، برای ما هم اینقدر درد سر درست نمی کردن. همین که وقت بذار بلاگ کن، نمیدونم چی میگن چیت چت و نمیدونم کلکل و اینها، اینا وقته. این بود ماجرا که من گفتم ملتی که ادعا میکنه 7000 سال فرهنگ داره، یه چیزی به این سادگی که الان در 15 سال این مای اسپیس و فیسبوک اینها اومده، این رو ما نمیتونیم ازش استفاده صحیح و هوده، میدونید بیهوده یعنی بیخود، هوده یعنی بجا. این بود. خب بریم ببینیم دوستانی که اینجا هستن، ازشون تشکر کنیم و اون رو خوندم، بیام اینجا. این ماجرای دوستان ایرانی پاسخ دادن ایمیل تلفن و چرا اینجوری میکنی، مثلا یه جایی با یه کسی آشنا میشی، به شما ایمیلشو میده، بعد شما براش ایمیل میفرسی جواب نمیده، یه جای دیگه که میبینی میگه آه رفت خبری نشد ازت، میگی بابا جون من بهت ایمیل زدم شما جواب ندادی، میگه آره من ایمیلامو چک نمیکنم. همون موقع بهش بگید خب مرد حسابی، زن حسابی، پس شما چرا اینو به ما میدی؟ یا یه نفر شماره تلفن میده بعد میگه که مثلا زنگ بزن، هر وقت شما زنگ بزنی میره رو پیامگیر، براش پیام میذاری، وقتی میبینیش میگه آقا برات پیام گذاشتم، میگه من پیامامو چک نمیکنم. میگم خب این چه فرقی داره با اینکه شماره تلفن بقال سر کوچه‌تون رو بدی یا پیتزاهات سر کوچه‌تون رو بدی؟ چه ما میخوام اینو یاد بگیریم؟ نمیدونم. برای یه کسی کارت عروسی فرستادن، بعد باهاش دیدن جواب نداده کارت آر، برگردیم به عروسی. اینجا وقتی میخوان عروسی بگیرن، مثل این نیست که برن یه باقی بگیرن و چراغبونی کنن، یا خونه پدر بزرگشون که بزرگ هست و حیات داره و باغچه داره، حوض داره، روش دو تا تخت بذارن برای مطربا، باقیش هم 100 تا 200 تا صندلی کرایه کنن. همه چیز از قبل تماس میگیرن با یه رستوران شیک، با یک جای تالار به قول معروف، و اینجا بهش میگن بارروم. هتل ها خیلی معروفن برای این کار، بعضی ها تو کلیسا این کار انجام میدن، بعضی ها توی ساختمان های آتش نشانی این کار انجام میدن که یه پولش هم کمکی باشه به اون آتش نشانی محلش. و اونها اولا شما هر جا وارد میشی از امروز به بعد نگاه کن، از دم در که میری یه تابلوی زده اونجایی که اجازه شون هست و اینا، زیرش نوشته ظرفیت اینجا 100 نفر، ظرفیت اینجا 250 نفر. نمیتونه طرف 300 نفر مهمون دعوت کنه، بگه خب 50 تاش نمیاد، اون 250 تا اگه همش اومدن مهمونی رو آتش نشانی و پلیس محل میاد میبنده، میگه اینجا خطرناک. بعد تلفن میزنی میگه آهان من که اصلا نگرفتم کارتو، برام بگو چه خبره. وقتی برش میگی بعد میگه خب بهت خبر میدم، فکر میکنه شما فقط برای این
یه برنامه راه انداختی. آقا خانم 100 نفر 200 نفر دیگه مثل شما هستن، شما شرایط اینها رو بفهم که الان توی قول و هوش این جشن و اینها باید به هزار کار دیگه برسن. یه مسئله دیگه که من خودم یادم، یه عکاسی که خیلی معروفه، من همتون هم شنیدید، این آقای عباس شیر محمدی، اصلا سر این ماجرایی که تو عکاسیای ایرانی هی به ایشون و همکاراش میگفتن عکاس باشی، لطفا اینجا عکاس باشی، آقای عکاس، آقای عکاس بیا اینجا یه عکس بگیر، ایشون عکس گرفتن برای جلسات ایرانی و عروسیای ایرانی مخصوصا دیگه قبول نمیکنه. حالا چرا؟ ببینید عروس و داماد عکاس و ویدیوگرافر و دیجی برای شما استخدام نکردن که عکس خانوادگی بگیری، عکس پاسپورت بگیری، عکس شناسنامه بگیری، یا مثلا عکس خانواده بگیری برای ایران بخوای بفرستی. اینا رو برای مهمونی خودشون به احترام شما استخدام کردن. اونی که میاد میگه به دیجی آقا یه بابا کرمم برای ما بذار، اونی که میاد میگه آقا این آهنگ چی بود، من تو رو دوست دارم، تو بیشتر، من بیشتر، نمیدونم دعوا، یا ایرانی ها، حالا یکیشونم که میخواد آهنگ آمریکایی، آقا اون آهنگ چیه که میگه نمیدونم I will survive، اونو بذار. بابا عروسی ازدواج I will survive داره دو نفر که جدا شدن، زنه به آقای میگه که درسته من از تو جدا شدم، درسته که تو فکر میکردی من میمیرم، ولی هنوز ماندگارم و من زنده خواهم بود. اینو تو عروسی بذارن به دلیل اینکه شما یه آهنگ آمریکایی بلدی؟ بمانه. برگردیم به ماجرای گیفت. همون سالها پیش، مثلا من 30 سال پیش، 100 دلار برای من خیلی بود، ولی وقتی شما 100 دلار میدی برای اونا که این خرج زیاد انجام دادن، یه کمکیه به دوتا جوون و اونا حقیقتا فکر کنم 100 دلار اگه نه بیشتر خرج کردن. این روزها نفری 100 تا 150 دلار یه مهمونی کوچولو عروسی هست. اگر دو نفر شما دعوت میشی، اگه 300 دلار، 400 دلار، 500 دلار که بدی، تازه پول خودت رو دادی. حالا اگه 1000 دلار بدی، بله 500 دلار هم به اونا گیفت دادی. و نترسید، دست و دل باز باشید وقتی که این کادوها رو بدید. حالا اگر به خدا هم باور ندارید، از یه جای دیگه میرسه براتون. من امروز توی فیسبوک بهتون نشون میدم که ببینید این آقای بتیک دوباره یه چک 100 دلاری فرستادن و این پایینش نوشته که دوچرخه بچگانه. تا اون ویدیو رو ما نشون دادیم که این آقای ایرانی جلوی دوربین اشکش در میاد و میگه که من جلوی پسرم به اصطلاح بدقول شدم و پسرم به مادرش گفته که بابام دروغگو هست، این پتیک گفت اگه اینو پیدا کنید من برایش، برای پسرش یه دوچرخه میخرم. منم اینجا نوشتم آیا شما این آقا را میشناسید؟ یکی از بینندگان تلویزیون مردم 100 دلار برای ایشان ارسال کرده تا برای پسرش دوچرخه بخرد. اگر میشناسید لطف کنید با تلویزیون مردم تماس بگیرید. ممنون از شما. شماره تلفنمون هست 202-695-2573. ایمیلمون خیلی ساده است info@mardomtv.com. از اونایی نیست که بگه بنویس سوربی خط فاصله مردم تیوی خط اندرلاین، تو ایران چی میگی؟ خط زیر ایران 1300 و فلان. نه آقا، info@mardomtv.com. اینجوری هر کسی اسم mardomtv.com رو بدونه میدونه که اینفو که بنویسه اون نام، اون ایمیلش به دست ما میرسه. در صورت اگر کسی این رو میشناسه، من حتی برای آقای همایون مجد، چون دیدم که میدونید همایون مجد دوستان گوینده رادیو تلویزیون بود سالها، اینجا اگه اشتباه نکنم توی وایس آف امریکا و اینها برنامه داشت، برای آقای همایون مجدم فرستادم. نمیدونم حالا ایشون کی تا کی ایمیل به اصطلاح فیسبوک شو چک میکنه و کی پاسخ میده. اجازه بدید که بریم با هم این دوستمون که پیام فرستاده و چهارمین قسمت برنامه عقل رو برای من و شما ارسال کرده با هم بشنویم، بنده هم جرعه آب بنوشم و با هم برنامه رو پی بگیریم. کجاست؟ قسمت آن عقل بشر، قسمت صدا، چهارمین. بشنویم با هم دوستان. ممنونم از این دوستمون. نظراتتون رو درباره این گفته هم شما میتونید بیان کنید.
با درود و سلام به خلاصه گفته های گذشته پیرامون عقل بشر اشاره می کنم که در آنها درباره اختیارها و انتخابهای انسان و ساخت مغز و آغاز تاریخ تأسیس معیارها در مغز انسان صحبت کردم. در این گفتار درباره عدم قبول و عدم پذیرش مغز و عکس العملش در برابر مسائل نوین سخن میگویم که آغازی دیگر برای این زنجیر گفتار هاست. هدف شناسایی خیش می باشد که در گفتارهای قبلی بیان گشت. از اموری که عقل انسان خواهان پذیرشش نیست مسائل نوین می باشند. با بررسی اجتماع بشریت می بینیم در تمام دوران تاریخ انسان ثابت کرده با هر گونه ایده جدید مخالف است و قادر به درک و پذیرش در مغز نمی باشد. علت بیش از یکی می باشد. از جهتی انسان تنبل و خواهان فکر کردن نیست. کمبود خود را با تظاهر و افتخار به آنچه دارد و می داند پر می کند. دانش کمش را بسیار و کامل و بدون عیب می شمارد و از فرا گرفتن بیشتر دوری می جوید. ترس از تغییر و ناتوانی در برابر دست آوردهای نوین سبب می شود مغز انسان از قبول ایده های جدید فرار کند. این حقیقت بیشتر در حکمرانان و اطرافیانشان دیده می شود که در آسایش زیسته مایل به ادامه اوضاع خود می باشند و نوین را موجب نگرانی و تکان خوردن موقعیت خود می دانند. گروه حکمران و به هدف دخالت در سرنوشت عموم در برابر پیدایش هر گونه اندیشه وسیله و اختراع اکتشاف نو مانع ایجاد کرده و فقط چیزهایی که قدرتشان را افزوده و سودشان را اضافه کرده و می کند مورد قبول قرار دادند. این مسئله در دو طبقه اجتماع سبب ایجاد شکاف می شود. اکثریت محروم خواهان تغییر به هدف بهبود وضعشان و اقلیت حکمران برای ادامه وضع جاری اصرار می‌ورزند. بیشتر انقلاب‌های تاریخ انسان و شورش‌هایش از همین دوسوگرایی دید و خواه اجتماع سرچشمه گرفته است. در نیمه‌های قرن گذشته به امام یمن که مانند فرعون زمانش مقدس شمرده می‌شد گفتند برای آماده شدن و استقبال از میهمانان اجازه دهد میان در ورودی کاخ و دفتر کارش تلفن وصل کنند. امام پرسید این کار را که می کنند؟ گفتند یک خارجی. امام که به تمام اصول رفتار با عموم به هدف بردگیری از کودکی آشنا و نسل به نسل در مغزش انباشته شده بود با رد پیشنهاد گفت این خارجی وقتی بیاید به اضافه بر تلفن ایده هایی دیگر می آورد که ما را به آن نیازی نیست. کارگردان مصری فیلمی از یمن به امامش پس از انقلاب سال 1963 برایم تعریف کرد. هنگام فیلم برداری و گذشت هنرپیشگان کاروان فیلم امام یمن در خیابانهای صنعا و با اینکه دو سالی از انقلاب و سرنگونیش گذشته بود مردم در برابر هنرپیشه نقش امام و کاروانش ایستاده و با احترام تعظیم میکرد. پاک کردن مغز از اصول پیریخته و ساخته شده پیشین ساده نیست. شاه اللهی ها و متعصبان سیاسی و دینی مشتی از همین خروار و یا صفت عمومی انسان هستند. پایبندی به اندیشه ها و به خصوص عقیده ها بسیار استوار و در گود مغز جای گرفتند. مردم خواهان تغییر عقیده نیستند و به همین علت است تمام عقیده های دینی و سیاسی که در آغاز توسط زور به مردم تحمیل شده اند با گذشت زمان و تولد نسل های پیاپی آن عقیده در مغزها انبار و به مسئله مقدس مبدل شده و کسی خواهان تغییرش نیست. هر کسی که از پیروی با عموم بی اختیار بر مغز خیش سرپیچی کند به بدترین شکل رسوا و با شدیدترین مجازات روبرو می شود. برای آسایش زیستن
نندیشیدن بهتر آن است که از این مثل تبعیت کنید، خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو. عدم پذیرش نوین در تمام مسائل در تمام دنیا همینطور بوده و خواهد بود. در یک قرن و نیم گذشته مغز انسان برای قبول اختراعها به آرامی تغییر یافته، اما ممانعت ورزیدن با امور دیگر چون گذشته در مغز باقی مانده. تمام اکتشافها و اختراعهای مورد استفاده و قبول امروز هنگام پیدایش در تمام دنیا با مخالفت روبرو شدند. کشف میکروب و کره بودن زمین که الان بدون بحث مورد قبول است، برای مکتشفانش در زمان خود دردسر بود. همینطور اختراع اتومبیل برای کارل بنز سردرد ایجاد نمود و کشیش های زمان آن را کفر و مخالف اراده خدا می دانستند. آفریدگاری که با نعمت خلق چهار پایان برای استفاده آفریدگانش آنان را از هر گونه وسیله انتقالی دیگر بی‌نیاز کرده است. اکنون همان کشیش ها با فراموشی رأی سابقشان از اتومبیل استفاده می کنند. هنگام بکار افتادن هواپیما تمام ملاهای مسلمان آن را کفر و دخالت در کار خدا اعلام کردند. منطقشان این بود: اگر خدا می خواست بندگانش پرواز کنند، آنان را با بال خلق می کرد. اکنون ملاها فتواهایشان را فراموش کردند. اگر بی اعتبار بودن فتواهای این مدعیان نمایندی از خدا و کلیدداران بهشت را یاوری کنیم، گناهکار و جهنمی می شویم. دوچرخه برای اولین بار توسط دو فرزند کارمند سفارت انگلیس به ایران و خاورمیانه آمد. دو پسر جوان اصفا سوار بر دوچرخه اطراف سفارت در شمال تهران می گشتند. مردم جمع شده و با شگفتی ناظر این عجیب وسیله سواری بودند. آخوندها به دوچرخه خر شیطان نام نهادند و سوار شده بران را بچه های ابلیس خواندند. چون دوچرخه به تنهایی بر چرخهایش نمی ایستد و این ابلیس ها و جن های آخر زمان بران سوار شده و به سرعتی به این طرف اون طرف می روند. کار این شیطان ها را سبب رسیدن آخرت دانستند که ظهور صاحب زمان را عجله می بخشد. همین وسیله در شبه جزیره عرب با فتوای مجتهدین حرام و سوار شده اش حرامزاده معرفی شد. اکنون هواپیمای بدون خلبان و دوچرخه بدون سوارکار به بازار آمده. آیان چه فتوایی غیر قابل رد به مغز ما وارد خواهند نمود؟ یا آخر زمانی که فرا رسیدنش را با صدها تغییر پیش بینی کرده اند، چه وقت یا کی نشانمون خواهند داد؟ طولی نکشید، همین آخوندها که برای رفتن به حسینیه و مسجد سوار قاطر خر می شدند، از همین خر شیطان استفاده کردند. خری که یونجه و آب نمی خواست و بعد از روزه خواندن نیازی به طاهر کردن زمین از پشکلها و شاشش نبود. ما بنده های نافهم باید دنبال رو این فتواها باشیم و از مغزی دست بکشیم که آفریدگار به وسعت و عظمتی غیر قابل تصور به ما داده است. اگر فقط اظهار شک کردیم، مرتد و زندیق هستیم. تمام اختراعها در آغاز با همین روش حرام و یا مخالف شرع شناخته شدند که هدف اصلی به محدود ساختن مغز و در آخر تسلط بر انسان ارتباط دارد و نه چیزی دیگر. اکنون هم ایده های نوین را مغز انسان نمی پذیرند، به خصوص اگر این ایده توسط پنج احساس فیزیکی بدن قابل درک نباشد. تحلیل اوضاع اجتماعی در صف اول این رد و عدم قبول قرار دارند. اگر یک دانشمند علوم اجتماعی مسئله ای را تحلیل کند و نتیجه اش را در چارچوب معیارهای عموم و مطابق روز اعلام کند، همه را ناچیز دانسته و مثلهای آورده و میگوید خورما خورد و گفت شیرین است. اما اگر نتیجه بررسی برخلاف انتظار دگر و نوین باشد، مغز انسان آن را رد کرده و نوینساز را با زشت‌ترین نسبت‌ها تحقیر کرده، دشنام داده و بدترین شکل تهدید و آزار و اذیت می‌کند. با سپری شدن وقت
و ثابت شدن صحت رأی پیشقدمان اندیشمند، مردم موقعیت مخالف سابق و اعتراضهای گذشته خود را فراموش کرده و در مرحله‌های بعدی تغییر رأی خود را هم درک نمی‌کنند. همانطور که حرام شمردن تمام اختراع‌های مورد استفاده امروز را فراموش کردند. گفتار امروز درباره مخالفت مغز با هر اندیشه و فکر نوین است، بخشی از کمبودها و عدم کنترل مغز. کمتر کسی قبول می‌کند مغزش در اختیار خودش نیست. از این رو تمام این گفتار و پژوهش را اشتباه دانسته و آن را رد می‌کند. هزاران تجربه تاریخی در رد هر مسئله نوین توسط عقل را می‌توان به یاد آورد. درباره بعضی از آنها در این گفتار سخن گفتم. با این حال این انسان تغییر نمی‌کند و همانطور که وجود میکروب و کره بودن زمین را انکار و پیشنهاد کنندگانش را زجر داد، هنوز با تفسیر و نتیجه گیری نوین مانند سابق مخالفت می‌کند. گالیلو کره بودن زمین را کشف کرد. واتیکان مکتشف را تا هنگام مرگ زندان خانه‌ای نمود. پاپا آلمانی پیشین بندیکت 16 هم در بیانیه او را بخشید. هنگام شنیدن بیانیه پاپ با خود گفتم این گالیلوست که باید کلیسا را ببخشد و نه در عکس. این واقعیت که در همین قرن اتفاق افتاد ثابت می کند مغز انسان حتی با درک اشتباه قادر به عقب نشینی و اعتراف به اشتباه خود نیست. تمام عقیده های دینی که امروز پیروانش آن را حتمی و غیر قابل بحث و مقدس می دانند، هنگام پیدایش با مخالفت روبرو شدند. جهت انتشار و عمومی ساختن آنها پیروان دین و در حالت اسلام مؤسسینش دست به کشتن مخالفین زدند و زنده ماندگان را به زور به دین خود وارد کردند. سوال این است چرا؟ یک دیگر چرا من باید به عقیده دین ایمان بیاورم؟ سودش کدام است برای شمشیر کش که گردن مرا هدف قرار داده؟ آیا دینی هست که بگوید کسی جای دیگری را در بهشت و یا جهنم خواهد گرفت؟ برای چه سعی می کنند مرا در کنار خود در بهشت داشته باشند و در دنیا بچاپند و بندگی بگیرند؟ جز تسلط بر مرد و سپس سوء استفاده از توانم، آیا هدف دیگری را دنبال می کنند؟ آرزو دارم به این سوال ها بیندیشید. اگر تئوری این سخنگو درباره عدم تسلط انسان بر مغز خیش را قبول ندارید، در آینده که این تئوری یک حقیقت علمی ثابت شده شناخته و همگانی می شود، اولین بیان کننده آن و موقعیت کنونی خود را بیاد آورید و لطف نمود و به روحش درود فرستید. به هم میهنی با او افتخار کنید، همان رفتاری را که نسبت به دانشمندان گذشته انجام می دهید. افتخار به کسانی که در زمان زیستن بدون استثناء کافر و زندیق و به طوری فراری بودند. باز از شما دعوت می کنم که به گفتارهای بعدی گوش فرا دهید. شاید با اندیشیدن بیشتر تغییر رأی دهید. خوش باشید. بسیار ممنونم از ایشون، چون ایشون همیشه خواستن که نظرات من و شما رو هم بدونن. اگر بتونید باز این به اصطلاح ویدیو این قسمتش رو برگردید و گوش کنید، ماجرای گالیله و کلیسا، ببینید چقدر قشنگ ایشون گفت. میگه که تازه اون بندیکت 16 هم نمیدونم کی آمد و لطف کرد و گفت که ما گالیله رو بخشیدیم، در صورتی که باید گالیله اینها رو ببخشه. خب اگه باید گالیله اینها رو ببخشه، کلیسا باید بیاد بگه ما اشتباه کردیم، عذر می‌خوایم از گالیله، حالا چه روحش چه روانش چه زنده چه مرده توی دنیای دیگه، از اون طلب آمرزش می‌کنیم. ولی اینها اینقدر پررو هستن که همچین چیزی رو انجام نمیدن و نخواهند داد. و اما شما گفتید آیا دینی هست که بگوید کسی دیگر در بهشت جا خواهد گرفت؟ اینم باز من یک کمی سوال دارم. منظورتون اینه که مثلا یک کشیشی بیاد بگه که اگه یک مسلمان خوبم باشی یا اگه یک کلیمی خوبم باشی باز شما در بهشت جا داری؟ من تا حالا همچین چیزی ندیدم. هر کدوم از دینا اومدن و میگن خود ما از چیزا بگیریم، کلمیا بگیریم که میگن ما مردمان به اصطلاح
chosen people، یعنی منتخب هستیم و فقط بهش جای ما رو داره. میایم سراغ مسیحی‌ها که میگن فقط یاران مسیح، اونم اونایی که اینو لرد بدونن و پسر خدا بدونن، خودشون هم گیجن. یه وقت میگن خودش خداست، یه وقت میگن پسر خداست، خلاصه موندن و فقط اونا هستن. بعد میایم سراغ مسلمونا هم که همین، و اگه تازه اشتباه نکنم یه درجه دیگه شیعه که میگه خود امام زمان و 313 نفر یارانش، یعنی حالا شما چجوری میخوان جزء اون 330 یا 313 باشین نمیدونم، ولی نه، چون شما سوال کردید آیا دینی هست که بگه دیگران هم میتونن در بهشت باشن، من تا حالا نشنیدم و ندیدم. شما دوستان چی سراغ دارید دینی که آمده باشه گفته باشه همه میتونن به اصطلاح به بهشت برن، فقط بهشت رو مختص کار خودش نکرده باشه؟ بله، ممنونم از آقای دکتر رضا سلامی که نوشته Thank you for helping humanity for your good work to educate. من ممنونم. من آقای سلامی بارها گفتم و آقای زعیمم خیلی قشنگ گفت این جنبش را انداختن و انقلاب و زیر رو کردن و خراب کردن و به آتش کشیدن و کشت و کشتار کار من و شما نیست. ما تنها کاری که میتونیم بکنیم همین، اگه بتونیم یک قدمی برداریم، اونم به قول آقای جاوید شهافر، به قلمی، به قدمی یا به درمی. در اصل ممنونم که این کار ما مورد پسند شما قرار گرفته. امیدوارم به زودی شما هم برنامه خودتون رو داشته باشید و دوستان بتونن از نوشته ها، از فیسبوک شما و از برنامه های رادیویی یا تلویزیونی شما استفاده کنن. دوستمون آقای مکس غلامی یا قلمی میگه عیسی مسیح پدر خداوند است، خدا روح خود را در عیسی دمید. آقای مکس اذیتمون نکن، یه روزی بیا مهمون من باش 15 دقیقه، فقط اون چیزایی که اونا به شما گفتن مثل توتی برای من نگو. ببین چیزایی که اونا بهت گفتن و شما شنیدی و تحقیق کردی بیاین با هم صحبت کن. میگه خدا و چی میگن پدر و پسر و روح القدس، این ستا رو برای من بگو کیا هستن، کجا هستن که هر وقت توی بیابونم داریم رانندگی میکنیم سه تا صلیب بزرگ اونجا زدن که به اصطلاح سمبل پدر و پسر و روح القدس. بعد شما خودتون میگین و مینویسین Jesus is Lord. اگه میخواین گول ما بزنید نمیتونید، تا حالا نزنید. این لورد یعنی چی؟ لورد یعنی خدا. اگه این پسر خداه یعنی چی؟ روح خودش رو تو این دمیده. بعد خدا مگر دیوونه است که بذاره مردم اشتباه کنن بعد یه آدم خوب و شکیل و تیکیش مامانی رو بگه تو زجر بکش به خاطر این مردم دیوانه که من بهشون گفتم برید گناه کن؟ آقا دوست عزیز من نکن همچین، نمیخونه. دو به اضافه دو میشه چهار، اینجوری که شما دارید میگید یه بار میگید میشه شیش، یه بار میگید میشه سه، یه بار میگید میشه 115. نمیخونه. و این که شما جمع بشید تو کلیساهای هاللویا هاللویا روح جیزس، اون موقع درویشا هم دف میزنن میرن تو حالت خلسه و هپروت و نمیدونم چهار تای دیگه هم یه جوری، این درست نیست. بیا یه چیزی بگو، شما قبول دارید که خدا منطقیه؟ یه آدمی هست، یه موجودی هست که لاجیک یا منطق داره؟ بیا منطقی صحبت کن. به من نگو خدا، میدونی خدا خدا هست، جیزس پسرشه، ولی این روح خودشو کرده تو این. خب چرا این کاری کرد؟ خودش میمد دیگه، میگو من خدا هستم دیگه. این برای افرادی مثل من که اینقدر ساده و بلد نیستیم، اصلا ما چیزی به غیر از دو به اضافه دو بلد نیستیم. چیه؟ خدا نمیخواد با منی که دو به اضافه دو بلدم حرف بزنه، میخواد شماها رو که سطح بالاتر هستید داشته باشه؟ خب به قول آمریکا لیو سلام، یعنی ما رو ول کنید به حال خودمون. چرا خدا من رو نادون آفریده که من احتیاج داشته باشم به یه شبانی که تو کلیسا دست کثیفش رو بزنه توی این آب، بذاره تو دهن من یه چیزی مثل پولکی اصفهانی‌ها؟ این چیه واقعا؟
خود جیزس این کاری کرد توی کلیسا. اصلا جیزس عمرش رسید که کلیسا را بندازه. بابا عیسی مسیح یه آدم کلیمی بوده، محمد یه آدم کلیمی بوده، حالا این کلیمی ها هی برای ما این کتاب ها و این داستان ها را عوض میکنن. این برداشت من. زمین آقای دکتر افشارها از سفر برگشتن و چهارشنبه ساعت 3 بعد از ظهر با من و شما خواهند بود تا در باره احتمالاً سفرشون، سفر آیندهشون و انتخابات صحبت کنند. این هم از این. بله، دو قدم مانده به صبح، شادی نزدیک از صفحه مردم تیوی را امتحان کنید. من ممنونم از دوستانی که تماس گرفتن در چند روز گذشته. خیلی هاشون گفتن آقا اون مشکلی که ما داشتیم با فایرفاکس با کروم برطرف شده، چون اونا میخواستن تلویزیون شما رو تو صفحه خودشون باز کنن، بعدم که هر وقت قهر میکردن دیگه فقط بازش نمیکردن. این کاری که ما انجام داریم دیگه اون مشکل برطرف شده. برای کسایی که تا امروز نرفتید تلویزیون مردم صفحه جدیدشو ببینید به خاطر اینکه قبلا وب براوزراتون باز نمیکرده، اجازه بدید من اینجا الان بنویسم و باز کنم و بریم با هم ببینیم و یه چیزی هم نشونتون بدم. شما هم بعدن این رو دیگه داشته باشید توی صفحاتتون و به دوستان هم اگه معرفی کنین خب ممنون میشیم و به اصطلاح حداقل کاری که شما ها میتونید انجام بدید دیگه به نظر من اینه. اگر میگید من پول ندارم حمایت کنم، اگر میگید من برنامه گذار نیستم، بلد نیستم برنامه بذارم، حداقل این کار کوچیک و کم زحمت رو در عرض 2 ثانیه میتونید انجام بدید. ببینید دوستان، صفحه جدید تلویزیون مردم، بله فعلا از فارسی روش خبری نیست، چون باور ما اینه که هر کسی دیگه با اینترنت آشنا شده مردم تیوی رو مینویسه MARDOM TV و این MARDOM TV الفابت انگلیسی است. پس انگلیسی رو یا میتونه بخونه یا میتونه بنویسه. حالا وقتی نوشت یا میاد اینجا میزنه که علامت پلی هست، اینو از موقعی که ضبط صوت اومد بعد از گرام یادتونه این علامت بوده، اونو میزدیم پلی میکرد یعنی شروع میشد بازی میکرد، بغلیش 4 گوش بود یعنی وای میسه، اون دومیش تون میبرد جلو، اون دومیش اینوریش تون میبرد عقب و یکی هم درو باز میکرد نواره طلاق میپرید بیرون. حالا این پایینش ببخشید گفتم هیچ خبری از فارسی نیست. حمید نصیری عزیز لطف کرده این قسمت فارسی رو هم گذاشته و روی این دوتا که اینجوری هست یا این یکی که مینویسه واچ لایف، اینو اگه کلیک کنید دوستان اصلا یه دریچه جدا باز میشه و دلیلش این که داره اینو نشون میده برای اینه که من تو اون صفحه هستم و الا به جای این صفحه منو نشون میده. نگاه کن بشنوید صدا رو. عزیز لود کرده این قسمت فارسی رو هم گذاشته و روی این دوتا که اینجوری هست یا این یکی که اینم تأخیری هست که به اصطلاح شما شاهدش خواهید بود و ببینم کامرای 3 بله اینجوری میشه وقتی خیلی وایسیم میشه بی نهایت. پس اگر از سیستم ویندوز هنوز استفاده میکنید این دیگه مهم نیست تو چه براوزری باشید، چون دیدید اینو که میزنیم یه دریچه جدا باز میکنه یعنی شما رو میاره بیرون. حالا اگر هم میخواین همونجا باشید برنامه ها رو میتونید آرشیو و همه اینا که به صورت پلیلیست هست اینجا نگاه کنید. اگر مشکلی دارید به ما بگید، ضمناً ما هم داریم سعی میکنیم. به آقای نصیری گفتم من مسافرت بودم، ببخشید یکم تأخیر ایجاد شد. اون اپ آیفون، اپ اندروید، اون قسمتی که شما میتونید برنامه ها رو به صورت با تلفن هم بشنوید، اونها رو هم به زودی را میندازیم. اینه که گفتم 2 قدم مانده به صبح، صبح شادی و امید نزدیک است. امتحان کنید و درست شده، درست بود. شما یه اشکالی توی فایرفاکستون، کرومتون، اینترنت اکسپلوررتون بوده یا قد هستین نمیخواستین قبول کنید که اشکال دارید یا اینکه بلد نبودید، دوتاش منجر میشده به اینکه شما نتونید برنامه ما رو زنده از اون ببینید. حالا برنامه زنده رو فیسبوک هم میتونید ببینید، چه فیسبوک سوربی با مردم، چه فیسبوک خودم که به نام خودم هست،
یا فیسبوک مردم تیوی، این دوتا رو بهتون نشون میدم. دیگه ما کارهایی که از دستمون برمیاد همین اندازه هست و والا فکر کنم از حد خودمونم، از وقت خودمونم، از سواد خودمون، از شرایط سنی خودمونم داریم بیشتر کار میکنیم. ببینید این بالا نوشته پارسا سوربی، اینجا نوشته پارسا سوربی، به فارسی نوشتیم پارسا سوربی. شما وقتی میای اینجا اگه برنامه زنده باشه اینجا که میزنی تماشا کنید. بیا بالا نوشته پارسا سوربی، اینجا نوشته پارسا سوربی، به فارسی نوشتیم پارسا سوربی. شما وقتی میای اینجا اگه برنامه زنده باشه. خب حالا میبرم تو صفحه مردم تیوی. مردم تیوی هم اگر تا امروز میدونستید که خب میدونستید، اگه نمیدونستید اولین تلویزیون ایرانی اینترنتی هست که سال 2003 ما این رو به اصطلاح اینجا میگن بنیادشو یا خشت اولشو گذاشتیم و الحمدلله تا حالا راست رفته بالا، اگر کج بود میریخ پایین. اینم برای افرادی مثل اون آقای مسعود امینی، شاعر معتاد، چاقوکش، لات، که اوائل میگو که تلویزیون مردم مال من بوده. گفتم آقا اینجا تو آمریکا هر کسی میتونه. بعد من اصلا نمیدونم تو کجا بودی. میخوام شما تو ویرجینیا هستی خبر نداری. میگم پس شما تو کالیفرنیا بودی اونجا. میگه بله. میگم خب به ما چه، ما اینجا زنگ زدیم، فیرفاکس اجازه داده، ویرجینیا اجازه داده، وبسایت اجازه داده، حالا میگن کت خدا و شاه و نمیدونم فلان میبخشه نوکرشون، تو چی کار هستی؟ بماند ببینیم که این آقا حسام چی گفته. بشکن بشکن یالا روحانی رأی من. مثل که شعارای ایرانو اینجا نوشتن. در اصل دوستان اینجا میبینید، شما وقتی میاین اینجوری میبینید احتمال زیاد، ولی یه اشکالی که فیسبوک صفحه مردم تیوی نه همه پیجا داره اینه که فیسبوک نمیدونم چرا هم اینجا تب درست کرده هم اینجا اومده این بغل، میبینید این پایین فوتو لایکس، این آقا یه صفحه قراره برای ما بذاری، لابد اینو مثلا برای خواننده ها، یکیش کنسرت هاشه، یکیش نمیدونم سخنرانی هاشه، یا برای فروشگاه ها، یکیش برای وسایل فروشه، یکیش برای برنامه هایی که دارن، ولی برای ما شما فقط برید پست. پست یعنی چیزایی که ما پست کردیم، چیزایی که ما نصب کردیم اونجا، و وقتی میان پایین میبینید. ببینید دوباره اینجا نوشته، سعی میکنم اینا رو با بنویسم برنامه زنده، برنامه هایی که دارن، ولی برای ما شما فقط برید پست. پست یعنی چیزایی که ما پست کردیم، چیزایی که ما، و میبینید دوستان که فیسبوک چقدر به اصطلاح تأخیرش کمتر از وبسایته، چون فیسبوک من هستم، فیسبوک مستقیما، ولی وبسایت من هستم و یک کمپانی که ویدیو استریمینگ میکنه و یک کمپانی که وبسایتمونو داره، هی این به اون، اون به اون، اون به اون، هر کدومش دو ثانیه یه ثانیه تأخیر داشته باشه شما 4-5 ثانیه یا 8-10 ثانیه عقب میافتید. باز هم ممنونم از آقای مکس، نوشته پدر خداوند متعال. نه اینجا دیگه صحبت نمیکنیم. ببین آقای مکس، ما نمیخوایم پوز بدیم، ولی شما برو تلویزیونای ایرانی دیگر رو نگاه کن، ما 13000 خورده رو این دوتا صفحه کوچولو داریم. اگه من بخوام با 13000 خورده این نفر هی تک به تک تک به تک صحبت کنم که نمیشه. که به خاطر همین از افرادی شاخص مثل شما، مثل آقای کوروش زعیم، مثل دیگران دعوت میکنیم که بیان جلو. وقتی شما میای به جلو، به دیگران احترام گذاشتی، پشت باور خودت وایسادی، درسته؟ به قول معروف توی تاریکی یه سنگی نمیزنی به یه خونه روشن در بری، میای پشت باور خودت وای میسی. این روزا هم دیگه لازم نیست من بکشم خودم این ور شما اینجا باشی. دیدید همونجوری که آقای کوروش زعیم صفحهشو میذاریم بغل دست خودمون، صفحه خودشون نشون میدیم، یعنی اونا دیگه قسمتایی که همه بلدن. شما فقط باید قبول کنی که حرف خودت رو باور داری، باور خودتو تمرین کنی که به مردم چی بگی، که اگر میخوای حتی بگی دوتا میشه 64 تا، یه دو بار برای خودت امتحان کن. و حسا دوستان برید بزنید آیا دوتا میشه 64 تا، طرف میاد رو تابلو برات ثابت میکنه که دوتا 64 تاست. ولی حالا تو هر وقت به یک کسی $2 بده کاری به 64 دلار میدی؟ نه. پس شما هنوز باور داری دوتا چند تاست؟ 4 تا. و اما بریم سراغ آقای شهرام شب‌پره بنده خدا،
که کتکیش زدن شهرام شبپره توسط چند ایرانی مورد حمله قرار گرفت در مالزی. من آقای شهرام شبپره روزی که با سالها پیش مثلا 28 سال پیش توی اون موقع اینجا یه جایی بود به نام چلسیس، یه جایی بود به نام مستشکافه کافه سیبیلی و اینا مثلا دعوت میکردن خواننده بیان و هنوز این ماجرایی که توی زمینای بزرگ 13000 نفر 10000 نفر یا توی سالونای 2000 نفر نه 100 نفر 150 نفر میومدن و این بنده خدا هم زحمت میکشیدن میومدن. یه دفعه آقای ابی اومد خیلی قشنگ خون با هم اونجا نشست و حال کرد. یه دفعه آقای شهرام شبپره اومد. شهرام شبپره اگه صدای منو میشنوی فکر میکنه که ببخشیدا از دماغ فیل افتاده پایین. آقا بابات سرهنگ بوده به من چه، از کالیفرنیا اومدی اینجا به من چه، ما 30 دلار 60 دلار 70 دلار 100 دلار دادیم شما هم قبول کردی بیای اونجا بخونی، ای من از کالیفرنیا اومدم خسمه اصلا قابل قبول نیست. اونم حالا اون موقع مثل هواپیما تاخیر و اینا نبود، اونم وقتی که شما 3 ساعت عقبتر از ما هستی، یعنی وقتی ما مثلا 11 شبه شما نمیتونی خمیازه بکشی یا به قول شیرازی ها حاکک کنی و بگی من خستم خوابم میاد، برای شما 8 شبه. اگه رفته بودی یه جای مثل استرالیا، رفته بودی یه جای دیگه که زمانش از اونوری بود یه چیز. در صورت سوال من از اینا اینه که دیگه توی این سن و سال خونه خریدن، آپارتمان خریدن توی ترکیه فلانج، آقا خان آقا ازدواج کردین، حالا ماشاءالله یه سنی هم ازتون گذشته، پیر ازدواج کردین ولی زنای جوون و بچه کوچولو دارید، اینها بازنشست کنید خودتون رو، هی بلندشو بکش از این ور دنیا برو اون ور دنیا، بعد یه نفر بی جنبه که مس کرده بیاد بزنتتون رو نمیدونم شیشه تو سرتون بزنه. میگن همچین حالش بده بنده خدا که نمیتونه در مسابقه دختر شایسته ایران شرکت کنه. حمله چند ایرانی به شهرام شبپره، بله این را هم همین امروز می 15 مانده گذاشتن و میگه که کیهان لندن این خواننده قدیمی پاپ، ای کاش خودش هم قبول میکرد خواننده قدیمیه. خانم همیرا خیلی قشنگ با شخصیت بازنشست کرد خودشو، گفت من دیگه نمیخونم، اونایی که منو میشناسن نوارای منو دارن صفحای منو دارن تو رادیو تو تلویزیون با همونا حال کنم، چیه دیگه من تو این سن و سال بیام دیگه نفسم در نیاد بگم ای که بلا گرفتی دختر فلان، میکروفون رو بکنم تو دهن مردم حال شما بخونید تا من. امیدوارم حالتون خوب بشه، امیدوارم یه نفر این نوشته رو این گفته من رو به دست شما برسونه. آقای شهرام شبپره شانس آوردی زنده موندی، برو آقا دنبال زندگی تو کالیفرنیا با زن و بچه زندگی کن و خوش بگذرون. شهرام شبپره که به همراه ارکستر اختصاصی خود، حالا این ارکستر اختصاصی خود که شما میگی فکر کنی 30 نفر ویالون میزنن 25 نفر نمیدونم از این چیزا میزنن، نه آقا 2 نفر 3 نفر ماکسیمم، ماکسیمم 2 نفر 3 نفر همراهشون میاد، معمولا اون کسی که جاز میزنه و گیتار میزنه و اینا رو محلی استخدام میکنن. به همین خاطر هم هست که اوضاع صدا معمولا خرابه، اوضاع نمیدونم هماهنگیشون خرابه، وقتی خواننده میگید حالا چی میخوایم براتون بخونم، وقتی میگن فلانی میگه نه با این بچه ها نمیتونم اونو بزنم، خب پس چرا دیگه میپرسی، طبق نوشته های خودت بیا بخونه برو. در صورت اینجوری شده، شهرام شبپره رفته بوده مالزی، پس از اجرای برنامه توسط چند ایرانی مورد حمله قرار گرفت و مصدوم شد. بر اساس اعلام شبکه خانه ایران، شهرام شبپره و افراد ارکستر که در این ضرب و شتم صدمه دیده بودند به بیمارستان انتقال داده شدند، اونا مثل که کتک خوردن و شبپره به دلیل صدمات زیاد ناشی از این درگیری در بیمارستان بستری شد. عوامل این حمله که علتش اعلام نشده توسط پلیس مالزی پیگیری و متهمان دستگیر شدند. اکنون نیز این پرونده توسط همسر و وکلای شهرام شبپره در حال پیگیری است. شهرام شبپره در این حمله دچار شکستگی سر و استخوان‌های بدن شده و در شرایط جسمی
نامناسبی به سر میبرد یا در شرایط جسمی مناسبی به سر نمیبرد. این خواننده پاپ که به آمریکا بازگشته در خانه خود بستری است و امکان اجرای برنامه جدید ندارد. وی قرار بود در مسابقه دختر شایسته ایران در 29 ژوئیه به روی صحنه برود. همون دیگه میگه اون رو هم نمیره. اینم خبر از این. و اما ببینم دیگه براتون چی گذاشتم که براتون تعریف کنم. آها، روز مادر دیروز بود، بهتون تبریک میگم. یکی دیگه از کارهای اشتباهی که ما ایرانی میکنیم، مثلا روز مادر میشه هی به هم دیگه زنگ میزنیم روز مادر به شما تبریک میگم. آقا خانم، روز مادر بنده به مادرم تبریک میگم، داداشام به مادرم تبریک، بچه هم به مادرشون تبریک میگم. هی من به شما مرد سیبیل کلوف روز مادر رو تبریک بگم یعنی چی؟ نمیدونم، شاید دیگه قاطی کردیم، نمیدونیم به چه وسیله به دوستان زنگ بزنیم. منتظره از این ورم این بازار و مارکت و چیای بنجل فروشی از ماها سوء استفاده میکنن. دیروز روز مادر بوده، هنوز تموم نشده، از امروز شروع کردن روز پدر. حالا دیگه ما ایرانی هم که دوتا روز مادر داریم، دوتا روز پدر داریم، دوتا روز پدر بزرگ داریم، دوتا روز مادر بزرگ داریم، چون تو هر کشوری هستیم میخوان مال اون کشور بیشتر از بهتر اونا جشن بگیریم، مال ایران هم میخوان جشن بگیریم که یه وقت خدا نکرده فامیلمون تو ایران ناراحت نشه. یه کمی به قول اینا take it easy، اینقدر نمیخواد این کادوهای بی خود برای هم دیگه بخرین. ولی ما نمیدونم، از طرف خودم روز مادر رو به مادرهای عزیز تبریک میگم و امیدوارم که فرزندانشونم ازشون قدردانی کرده باشن و بهشون تبریک گفته باشن. اینم از این ماجرا. و اما نمیدونم، من تو یکی دو تا پروگرام توضیح دادم که این بچه های جوونی که تو کارهای کامپیوتر و اینها هستن، یه صفحاتی مثل فیسبوک درست کردن، گوگل رو درست کردن، اینها نمیدونم یه چیزایی تو مغزشونه که یه جایی یه دفعه اشکال پیدا میکنه. مثلا قدیما اینجوری بود، شما وقتی میومدی اون موقع یه ایمیل که میزدی به همه یاد داده بودن اسم اصلی خودتو نیزان. اگه اسم اصلی خودتم میذاری توی ایمیل مثلا sorbi@aol.com، وقتی AOL ازت سوال میکنه که چه آیدی میخوای، آیدی یعنی کلمه شناسایی که برای خودت انتخاب میکنی، مثلا بگو بز سفید، نمیدونم گاو نر، مثلا اینجا اینجام داشتم چروک چیف، نمیدونم رئیس این سرخپوستا، یا مثلا هیلبیلی، این میشد آیدی یا کلمه شناسایی شما. پس ببین، شما اگه ایمیل منو میدونستی، نمیدونستی که کلمه شناسایی AOL من چی هست. این جوونا که چون خیلی انرژی دارن اینا، بعض وقتا کارهای احمقانه میکنن، هی شروع کردن گفتن حالا دیگه ما چرا سه تا چی داشته باشیم، ایمیل داشته باشیم، کلمه شناسایی داشته باشیم، پسورد یا رمز عبور رو هم داشته باشیم، میکنیمش دوتا. چیکار کردن؟ این وسطی رو برداشت، گفت که sorbi@aol.com همین میتونه برگ شناساییش باشه. اولا چقدر ما خوشحال شدیم، آقا عجب فکر بکری بوده. حالا برعکس دوستمون که گفت در مقابل ایده های جدید مقاومت میکنیم، بدون هیچ مقاومتی هم گفت میخواین ایمیلتون بشه اسم شناساییتون، گفتیم بله چقدر هم خوب. بعد دیدیم اعداد بیدا، این 50% حساب شما رو ضعیف میکنه، یعنی هر کس و ناکسی، هر غریبه‌ای، هر آشنایی میدونه که شما اسم شناسایید اینه، فقط لازم داره حالا کلمه عبور یا اسم رمز که بهش اینجا میگن پسورد. پس یعنی گذشتن دیگه، پسورد کلمه گذر. اوکی، خب اینم بعضیا از بس حسابای مختلف واز میکنن اینها، اون دفعه میگفت خود کلمه پسورد، خود کلمه عبور همه میذارن، همه که نه، خیلی ها میذارن برای عبور، و طرف که میاد ایمیل شما رو میزنه، بعدم میذاره پسورد، میاد تو اکانت، ایمیل شما رو میزنه 1 2 3 4 5 6 7 8، میاد تو اکانت. حالا تازه دوزاری اینا افتاده، یکی یکی مثلا فیسبوک بهتون نشون بدم، اول که گوگل چون از همه اینا جلودارتر هست و اینا پیشروتر هست، آمد و
گفت که حالا میخواین اگه کسی ایمیلتون رو میدونه و ممکنه پسوردتون هم حدس بزنه ما یه راه سوم هم بذاریم؟ گفتیم بفرمایید، چه خوب میشه. دوباره برگردیم به عقب. راه سوم چیه؟ میگه حالا تلفنتون، وقتی شما میای ایمیلتو مینویسی، پسوردت هم مینویسی، ما یه کدی برای تلفنت میفرسیم، اون تلفنت هم بفرست اینجا. حالا ببینید چه خاکی تو سرمون بکنه اگه فردا این تلفنمون گم بشه. نمیذاره بریم داخل، نمیذاره بیایم بیرون. به قول معروف وقتا میگفت نه راه پیش داریم نه راه پس. اون برزخ همینه. برزخ یه جای وایسادی، نمیذارن بری بهش، نمیذارن بری جهنم، نمیدونم بهش بالاست جهنم پایینه، هرچی. خب ببینیم این دوست رو نشته ایرانیان در اردبیل در آلمان و اکنون مالزی به خوانندگان حمله کردند. خب حرف حسابشون چیه؟ چی میگن اینا که حمله میکنن؟ میگن چرا کم میای یا میگن چرا زیاد اومدی؟ میگن چرا اومدی خوندی یا چرا کم خوندی؟ من نمیفهمم. بذارید حالا دوستان برگردیم سر همین ماجرای رمز و راز فیسبوک و اینها. ببینید این بار دومه که برای من فیسبوک اینو فرستاده، میگه که سکیور یور اکانت، میگه همه الان برید اکانتتون رو حفظ کنید، محافظت کنید، نمیدونه امنیتش رو برقرار کنید. بله نوشته که ما فکر میکنید، ببینید حالا تازه این وی بیلیو، ما باور داریم گاورمنت بکت اتکرز. این گاورمنت بک اتکر یعنی مثلا از طرف ایران، حکومت ایران، از طرف حکومت راشا، از طرف حکومت چین، از طرف حکومت کجا دیگه نمیدونم، اتکرز اینا یعنی که میان کامپیوترها رو اتک میکنن. may have gained access to your facebook account. ما باور داریم که اینها دسترسی پیدا کردن به حساب فیسبوک شما and try to steal your info و تلاش کردن که اطلاعات شما رو بدزدن. To keep your account protected we will help you add some additional security now. میگه برای که ما اکانت شما رو محکم تر کنیم دو سه تا قفل محکم تر میزنیم روش. ما گفتیم خب بفرمایید، چشمتون روز بعد نبینه. گفت چیکار کنیم، با کدوم تلفن بفرستیم؟ گفتیم با این تلفن. هی نشستیم پای تلفن، هی 6 شماره فرستاد، هی زدیم، هی گو این قبول نی. میگم آقا این تلفن منه، تام داری میزنی، ما اینو داریم مینویسیم، چرا قبول نیست؟ نمیدونیم. اولم که من اطمینان نکردم، رفتم از خود فیسبوک رفتم. آها یادتون باشه، حالا که دارم میگم اینم بهتون بگم، اگه یه نامه اومد گفت که یاهو، جیمیل، AOL، بانک شما مشخصاتتون رو گم کرده، با ما تماس بگیرید دوستان، به اون ایمیل جواب ندید. اولا آدرس ایمیل رو نگاه کنید، مثلا مینسه از مثلا فرست ویرجینیا بانک، بعد اکانتش مثلا توی یک چیز دیگه که اصلا اسمش هم معلوم نیست. فرست ویرجینیا بانک خودش فرست ویرجینیا بانک وبسایت داره، از اونجا میفرسته. ولی بهترین کار اینه که یا برید اون بانک فیزیکلی، یعنی قدم بردارید برید با ماشینتون هرچی برید اونجا، یا اینکه اینو ببندید از طریق وبسایتشون برید توی بانک اکانتتون، اگر یه چیزی باشه اونجا اگه بهتون بگه بله. و الا خیلی ها نامه میاد مینویسه که آقا خانم حساب شما بسته شده، مشخصات بفرست تا ما بازش کنیم. یکی بگه خب اگه حساب من بسته شده شما میخواید مشخصات من رو چکار؟ من باید زنگ بزنم به بانک آف امریکا؟ وقت شماره میذارن اشتباه، طرف میگه پول بده. تا حالا من چند تا دوست، اصلا باورم نمیشه، دوستمون مثلا بیزینس داره، میگم شما چطور رفتی 500 دلار ریختی به حساب اینها؟ اونم میگه که نه چک باشه، نه کردیت کارت باشه، فلان. اصلا هر کدوم از اینها یه پرچم قرمز برای اینه که اینها دروغ میگن و دزدی دارن میکنن و شما افتادی تو دامش. گفت والا، گفت اگه تا اینقدر ساعت پول نریزی مثلا رستورانت با امشب برقش میره، ما دو شب در هفته برق برای رستورانمون میخوام، اینا همون شب پدرسوخته زنگ زده. خودتون رو جای اونا بذارید میبینید شما اون موقع کل هزار تا چی تو کلتونه دیگه مجبور میشید. در صورت مواظب باش. همه نشستن کمین که یه جوری کلا بذارن سرتون. اون وقت حالا فقط لاتا و نمیدونم سو استفاده چیا بودن، حالا دولت ها هم گویا دیدم خب این کار خوبیه، اونا هم اینجوری میخوان پولدار بشن. ممنونم از یک کاری شما دوستان عزیز. ساعت 3:42 است، من 17-18 دقیقه دیگه با شما خواهم بود و
براتون چند تا ایمیل و چند تا پروگرام و اینها رو باز میکنم و میخونم. میدونید الان مینسان شرکت در انتخابات خیانت است به ملت. ملت ایران کدام یک از صدها راه پیشنهادی را انتخاب کند؟ بنده خدا آقای آریانپور نوشته بابا ملت ایران که درمانده است چه کند؟ شما هم هی یکتون میگین در باز کنید، تیمسار روحانی میگه در باز کنید، نگاهی تو خیابون بکنید، همسایتون هم که نگاه کرد در ببندید. اصلا این نمیدونه دیگه. الان تو ایران اینجوری نیست کوچه ها، آقا برج طرف ساخته 20 طبقه 16 طبقه همدیگر رو نمیشناسن. پای میگه در باز کنید، همسایتون هم که نگاه کرد در ببندید برید تو، همین کارو بکنید پیروز میشید. نمیدونه. در صورت نوشته زیر در یک ایمیل آمده ولی دیده می شود این روزها هر ننه قمری یک چادر نماز دور کمرش می بندند و مانند قمر خانم فیلم های پیشین ادعای بزرگتر از کله خودش می کنند. اینم یه بحثی که اگه خواستید بیشتر صحبت می کنید. به احتمال 100% چهارشنبه با خانم دکتر بهیه جیلانی خواهیم بود ساعت 2 بعد از ظهر، چون میشه دیگه آخرین برنامه من قبل از انتخابات، تا درباره انتخابات نظرات ایشون رو هم بدونیم و ببینیم ایشون مانند آقای کوروش زعیم فکر میکنن که باید بری به روحانی رأی بدی تا بلکه دور دوم کارهایی رو که قول داده و دور اول نتونسته انجام بده انجام بده، یا اینکه انتخابات رو کلن انتخابات مردودی میشناسن و شرکت نکردن داخلش رو یه نوع رأی دادن به بد بودن انتخاب است. من خودم سال هاست که رأی نداده نخواهم داد تا این که ببینم یه جایی نامزدی نمایندهی که من یا سخنگوی من هست اون باشه میرم رأی میده. میگه که یه دوستی برای من اینو فرستاد که آقای قالیباف از انتخابات به نفع رئیسی عقب نشست، او انتخاب رئیسی را تغییری بزرگ در ایران اعلام نمود. فکر کنم بعد از اینکه وزیر نفت با آقای قالیباف گفت آقا من 30 ساله یا 20 و چند ساله وزیر بزرگترین وزارتخونه هستم و پولدارترین، حاضرم هر چی دارم و ندارم تو زندگی با شما تاخت بزنم، اینا رو بدم به شما، شما هر چی داری بده من. فکر کنم درسته که قالیبافه ولی قالیشو جمع کردم. حالا این آقای رئیسی خیلی تندروه، این از اونایی که میگه مثلا ما به دست قطع کردن و شلاق زدن افتخار میکنیم. آقای قالیباف این رو گفته که به اصطلاح به این رأی بدیم. من همون موقع این شعر اومد توی فکرم، آقای فریدون مشیری و اون شعر گرگ ها که میگفت گرگ ها همراه و انسان ها غریب، با کی بگیم این حال عجیب، یا چه باید کرد با این حال عجیب. و برای این دوستم فرستادم. این دوست من همین که از خلیج فارس این برنامه های عقل رو برای ما میفرسته و تا حالا 4 قسمتش رو فرستاده، باز حرف خیلی قشنگی زد، یعنی نوشت که این شعرها اندیشه و عقیده قدیم را میرساند. این اجتماع است که گرگ و یا بره در مغز انسان میآفریند. در گفتار عقل بشر اگر ادامه دادم به این هم میرسم. حالا من میخوام از این چه استفاده کنم دوستان؟ به این میگن حسن همکاری. روز اولی که ایشون با من تماس گرفت گفت که چندین سال پیش در رادیو تلویزیون بوده، برنامه سازی بلده، مینویسه، اینها تحقیق میکنه، خب ما خیلی خوشحال شدیم. بعد بهش پیشنهاد کردیم بیا آقا نظرات تو بگو، ایشون لطف کرده میاد میگه. حالا که میاد میگه، اگرم من از اینجا یه چیزی میفرستم اینم میشه یه ایده‌ای برای برنامه بعدی، برای برنامه بعدی بعد از اون. پس میشه این همکاری، به این میگن خیابون دو طرفه. و آدمایی که فقط فکر خیابون یه طرفه هستن که من برم به هدفم برسم هیچ کی جلو نباشه، اون تا که رفت میگه حالا چیکار کنم، باید عقب عقب برگردم. خیابونای دو طرفه بهتره، به دیگرانم اجازه بدیم بیان، دوستانم به ما اجازه بدن بریم. منتظر این برنامه هم هستم. و وقتی ایشون این نگاه گفتم ببین همین شعر آقای مرحوم فریدون مشیری خب راست میگه، یعنی ما رو هی به همون فشار میارن که باورمون این باشه گرگ ها با هم قوی هستن، ما انسان ها ضعیف هستیم و با هم نیستیم. هی بخون نه آقا، یه روزی هم میشه انسان ها 4 تاش با دندونم میتونه گرگا رو تیکه پاره کنه، ولی باید با هم بشیم یاد بگیریم که این دوستمون به ما خواهد گفت. و اما حرفش را
چگونه میسنجید؟ این دوستمون عکس آقای ویدیوی آقای دکتر هوشنگ امیراحمدی رو برای من فرستاده، یه مصاحبه ایشون کرده توی ایران وقتی رفته بود نامزد رئیس جمهوری و اسم نویسی و اینها. ایشون به من میگه آیا این شخص را میشناسی و حرفش را چگونه میسنجی؟ من آقای دکتر امیراحمدی رو از سال 2001 توی یک سمیناری بود در مریلند هم با ایشون آشنا شدم، هم با اون جهانشاه جاوید آشنا شدم، هم با آقای دکتر نوریزاده آشنا شدم و خیلی ها اونجا بوده. به نظر من آقای امیراحمدی هم میتونست، منم میتونستم یه زندگی آرومی داشته باشم مثل ایرانی های دیگه، پول خوب، شغل خوب، درآمد خوب، دنبال خودمون باشیم. یه چیزی دنبالش رفتیم، اینجا بهش اون حس قربت بهش میگن هومسیک میشی شما. مثلا میری ماشین کرایه میکنی کالیفرنیا، فوری میچرخی دنبال رادیوی ایرانی و تا اون میاد دیگه نگهش میداری، تا روزی که ماشین پس میدی یه هفته بعد همون رو اون استیشنه میمونی. این ما رو کشیده تو این جامعه. حالا تو این جامعه که میان هر کسی به نوبه خودش، یکی تهمت میزنه، یکی توهین میکنه، یکی تهدید میکنه. تهدید نکنید دوستان، تهدید میدنتون تحویل پلیس، پلیس اونجا براتون قانون هست، میگه که مثلا دیگه تو نمیتونی تا 100 فوتی 100 یاردی سوربین نزدیک بشی و این رو پروندهتون هم میمونه. آقا نظرت رو بیا مثل آدم بگو، چه احتیاجی داره به تهمت، به توهین، به تهدید؟ نظرت رو مثل آدم قرن 21 یا بیا بگو یا اصلا گوش نکن برنامه منو، خودت اذیت نکن، برو دنبال کار خودت. آقا فهمیدی این ماموره، این مزدوره، برو دنبال کار خودت، stay away from it. تو کاراته بهت میگه که اگه میدونی یه جایی داره دعوا میشه، اولین کاری که میکنی در برو از اونجا. باورت میشه طرف رفته کاراته که اینو دنگ دنگ مثل بروسلی بزنه، ولی بهش یاد میدن refrain from violent behavior، از این جنگ و جنگ و بازی ها و violent یعنی چیزای نمیدونم چی بده. از بس دیگه حالا انگلیسی و فارسی هم قاطی کردیم، هیچ کدومش هم نمیتونیم معنی کنیم به هم دیگه. چیزای خشونت بار، بله، از به اصطلاح خودداری کنید، برید دنبال کار. شما یه برنامه رو نگاه کردید، نه پولی ازت گرفتن، نه چیزی خریدی قلابی باشه، طرف اومده گفته آقا به نظر من با وجودی که من امروز دارم از این آب میخورم، آب بطری سالم نیست، باکتری توش میمونه، چون تو فروشگاه تو ماشینی که میارنش گرم میشه سرد میشه، گرم میشه سرد میشه، ولی آب لوله کشی، البته سوال کنید ببینید تو اون منطقه که هستید، مثلا ما تو فیرفکس که هستیم آبش رو آزمایش کردن، بله آب اینجا دستشویی که میری، جیش که میکنی، توالت که میری، اینا همه میره یه جایی، اون قسمت توالت میره اونجا، جمعش میکنن، خشکش میکنن، مثل اصفهان که کهاشو جدا میکنن، آبشو جدا میکنن، آب رو تصفیه میکنن، بله اونی هم که میره کره ما جیش خودشو تصفیه میکنن به عنوان آب مینوشه. خب آب دیگه میگه از تا به مجرد اینکه شد H2O H2O میگفتیم تو ایران، این دیگه آبه، دیگه چیزی دیگه ای نداره، اینو میدونم، ولی وقتی از تو اون لوله میاد آب فیرفکس تمیزتر و سالمتر از این آبای بطری است. این آبای بطری رو از همون لوله پر میکنه و چون میمونه باکتری پیدا میکنه، مگر اونش که نوشته باشه فیلتر، که اونم باز قولتون میدم، ولی چجوری این آبو با این همه پلاستیک و حمل و نقل و برچسب و اینها میدن 10 سنت آب چشمه زمزمه؟ اوکی. این نظر من. ولی شما میگین نه آه، این سوربی مزخرف میگه، من آب لوله نمیخورم. خب نخو، نه من به شما فوش میدم، نه شما حق داری به من فوش بدی. تنها دلیلی که شما به خودت حق میدی فوش بدی اینه که روبروی من نیستی، چون شهامت و جرأت که نداری، و اگه شهامت و جرأت داشتی مثل این آقای زعیم، مثل اون آقا، مثل اون آقا میمدی نظرتو میگفتی. من با آقای زعیم مخالفم، اصلا من باور دارم جبهه ملی از بین رفته، ولی میام باش صحبت میکنم. پس یاد بگیریم بیاین نظرانو بگیم. و اما آقای امیراحمدی به نظر من اینه، نه احتیاج به پول داره که مزدور بشه، بابا طرف پروفسور تو این دانشگاه، من رفتم کارشو دیدم، اصلا یه قسمت بزرگی چند تا دانشجو و نمیدونم استادیار و اینا دارن براش کار میکنن، این احتیاج به نمیدونم یه شرکتی بره بزنه تو کیش برای دخترش، اصلا فکر نمیکنم دخترش حاضر باشه بره ایران،
یعنی میخواد اینجا کار کنه. در صورت من فکر میکنم که این آدم خوبیه و فقط دلش میخواد یه کاری انجام بده. بعد خانواده امیر احمدی تا اونجایی که من میدونم یه تیمسار امیر احمدی هم بوده، البته از من تو برنامه ها سوال کردن، از ایشون پرسیدم، ایشون گفت که نه نمیدونم، گفت اون عموی من بوده یا فامیل عموش بوده، یعنی اینجوری بوده. بله، در صورت این دوست ما یک ویدیوی فرستاده که براها مادرشون رو میشناسن برعکس بچه های انسان. آقا این حرف رو نزن، ما این یک نوه یک ساله 13 ماهی داریم پدر سوخته تو 150 نفر پریشب صدای منو از اونجا میشنوه، دادی اینجوری میکنه. ولی خب این ویدیویی که نشون دادن خیلی قشنگه، البته یه مقدار طولانیه، اجازه بدید یک وقت دیگه. و دکتر نصر احمدی هم نمیدونم ویدیو از همین ایمیل همین الان از خودشون آمده یا این دوستان میدونید دبیرخانه دارن و نوشتن دبیرخانه جبهه رهایی و بازسازی ایران تقدیم میکنن. اشکال این کار اینه که آقای دکتر نصر احمدی، اون وقت ما نمیدونیم این نوشته ها نوشته شماست یا مثل دفتر اوباما و ترامپ یه بچه 20 ساله اینو نوشته مهر شما رو زده روش فرستاده. در صورت نوشتن رسالت اپوزیسیون خیانت به ملک و ملت، از انقلاب فرانسه بدین سو که واژه اپوزیسیون در خب تقریبا توضیح مثل درسه و چندین صفحه است، اگر کسی میخواد براش بفرستم. نوشتن اینک من و اینک سر در پای میهن دکتر نصر احمدی بنیانگذار و رهبر نظام پارلمانی دبیرکل جبهه رهایی و بازسازی ایران. ببینید من مثلا با آقای دکتر نصر احمدی مخالفم، چه اون موقعی که رفت دنبال رضا پهلوی و بعد فهمید که اشتباه کرده، چه الان که این کارا رو میکنه، چه چند مدت پیش که گفت آقا ما به زودی دفتر خودمون تلویزیون خودمون رو راه میندازیم. میگم آقا این تلویزیون اینجاست فعلا استفاده کن، مال خودت که باز کردی برو. نه چرا نمیدونم آقای مصطفی زاده اینو گفته، چرا آقای فلانی اونو گفته، قهر میکنه. قهر کردن که نداره که، شما باید جایی که راد نمیدن، جایی که فلانن، بری صدا بدی، حرف بزنی، جایی که دو نفر دیگه صداتو بشنون، شاید یکی از اون دو نفر بعضیش جوری باشه برای شما یه تلویزیون راه بندازه. ولی هی خودتون از خودتون قهر کنید اینجوری میشه. حالا یه ایمیلی میفرستی ساعت 3:52 اینم حالا من لطف کردم مثلا یه پاراگرافش خوندم، ولی بعدش چی؟ برنامه شما چیه؟ هدف شما چیه؟ و مردم چه باید بکنن؟ خبری نیست. ببینیم که اینجا Today ملت ایران گرگ درون انسان این شخص را میشناسید، آخر خبر اتحاد برها این را لطفا شهر بده. این یه فیلم من بهتون نشون بدم دوستان، خیلی خوب شد چون یه جای دیگه هم ما یه همچین مشکلی داشتیم و بذارید من اینو کوچولوش کنم اینجوری کوچولو. این یه فیلمی از ثریا. اولا اونایی که باور ندارن شاه دیکتاتور شد، این فیلمو نگاه کنید ببینید شاه اولش خب بد نبود، ولی وقتی آمد و اون اتفاقا افتاد دیکتاتور شد، بدیش از اونجا شروع شد. شما هی نمیخواد زور بزنید بگید این دیکتاتور نبود، شاه دیکتاتور شد. شما اگه دوستش بودید باید بهش میگفتید این مشخصات یک دیکتاتوره، این کار رو باید شما رها کنید. ولی نگاه کنید دوستان، اولا ببینید پشت سر ملکه ثریا را میره، ببینید پشت سر ملکه ثریا را میره و ملکه ثریا اینجا وقتی دست میده، این دوست ما پرسید چرا ثریا با دست چپ دست داده. دقت کنید دوستان، ان يمرر قانونا تبقى بموجبه ثريا الملكه ويختار الشاه زوجه ثانيه. من برای ایشون نوشتم که من چون کارهای ویدیویی انجام میدم و بعضی وقتا بعضی از دوستان یه نواری یک فیلم 8 میلیمتری اینا رو میدن، میگن کانورتش کنید به این چیزای جدید دیجیتال. اونا چون آنالوگ هست وقتی چی میکنیم یه ویدیو افکتی هست تو کار ویدیو بهش میگن میرور، آینه. و اتفاقا چند سال پیش یه آینه ای رو داشتن درست میکردن، اختراع میکردن که شما وقتی دست راستت رو بلند میکنی اون آینه هم دست راستش رو بلند کنه. امروز دقت کنید وقتی میری جلو آینه شما دست راستتون رو میارید بالا، عکس شما دست چپش رو میاره بالا. این فیلم چرخیده انگار که از پشتش دارن نگاه میکنن.
من به دوستم گفتم چون من اینجا دارم دستگاهی که اینو درست کنم، حالا براتون درستش رو نشون میدم. اینجا نگاه کنید، خانم ثریا ملکه‌ای که یه مقداری بهش ظلم شد. بله ببینید اینجا با دست راست داره مدر قانونم جورده تبقا بی موجبی ثریا الملکه و یختار اشه زوجه ثانی و این درست شد. چرا؟ چون معمولا اینایی که پیپ میکشن، شاه هم اونجا پیپ میکشیده، وقتی راست دست باشن گویا با دست چپ میکشن. اینجا پیپ دست چپ شاه است. شاه راست دست بود نه، ولی این رضا پهلوی چپ دسته. حالا نمیدونم چپ دستی و راست دستی ارثی که نمیتونه باشه. دوستان عزیز ساعت 3:58 دقیقه است. از اینکه با ما بودید ممنون و متشکرم. تلویزیون مردم رو به دیگران معرفی کنید. به زودی اون شماره تلفن تماس با تلویزیون مردم که به صورت تلفنی هم بتونید بشنوید دوباره رو صفحه میذاریم. یه دو تا اسم فارسی هم میذاریم، ولی باور ما اینه. و یک شکایت دیگه‌ای که شده بود این بود که چرا اینقدر صفحه تاریکه. ببینید سینما، تلویزیون، شما چیکار میکنید؟ اتاقتو تاریک میکنید که تلویزیون بیشتر معلوم بشه. و اگر صفحه‌های دیگه برای اینکه بلد نیستن همه رو سفید کردن، دارن چشم شما رو آزار میدن. ما به فکر چشم شما هستیم. صفحه رو مشکی کردیم، اونجایی که شما دوست داری تماشا کنی واضح و روشن. و به این خاطره که قبلا دارک گری بود، یعنی خاکستری تیره، الان دیگه مشکیه. آقا اونجاها خاموشه، اینجا مثل صفحه تلویزیون، مثل سینما روشنه. ولی هر چیزی که به نظرتون میرسه بگید، اگه اشکال باشه ما برطرف میکنیم، اگر یک دلیلی پشتش باشه اون دلیل رو به شما میگیم. باز هم ممنون و متشکرم از شما و بی صبرانه منتظر شما دوستان خواهم بود. ضمناً اون کسی که با شماره تلفن 747 زنگ زد، وقتی که من بعد از برنامه گفتم اون روز گوش ندادم، ولی وقت برنامه گوش دادم، چون توش تهدید کرده، من با پلیس اون منطقه ولی 747 تماس گرفتم. به احتمال زیاد به زودی در منزل ایشون رو میزنن و بهش یه وارنینگ میدن. وارنینگ یعنی یه اخطار که یک بار جستی ملخی، دیگه این بار دوبار سه بار هم نیست. اگه این کار رو دوباره انجام بدی اون وقت میگیرنت، اذیتت میکنن، نمیدونم توی پروندت میره. چه کاریه آخه؟ شما از این چه چیزی به دست میاری؟ از خودت سوال کن چه چیزی به دست میاری. من که بیدی نیستم که به این بادا بلرزم. من که تو برنامه زنده نشستیم با مردم فوش فوش بشیم. پس شما نمیتونی به یه فوش دادن من از مثلا جلسه بیرون کنی. زمنان شما چون احمقی فکر میکنی من مزدورم، اگه من مزدورم دارم حقوق میگیرم، به خاطر حقوقم هم که شده نمیرم بیرون. پس شما داری وقت خود میبری و یا عرض خود میبری و والا زحمت ما هم نیست، ولی دارم میگم برای دیگران. دوستان توی آمریکا درست آزادیه، توی آمریکا درسته که من آزادم بیام بگم احمق ترامپ، بیام هر چی دلم میخواد بگم، شب تو تلویزیون چه چیزایی راجع به زنش میگن و اینها. ولی تا از یک حدی پات رو گذاشتی اون ورتر، شروع کردی به تهدید، اون موقع پلیس میاد یقتو میگیره. نکنید، یاد بگیرید، استفاده کنید از آزادی، مثل آدم بیان شرکت کنید. نظراتتون رو، یا دو تا فلسفه داریم، یا این برنامه ها رو هیچ کس نگاه نمیکنه. شما چرا نگرانی؟ یه دیوانه ای برای خودش نشسته گوشه ویرجینیا واشنگتن برای خود حرف میزنه. تنها احمقی که بهش گوش میده شما هست. اوکی. یه فلسفه دیگه اینه که نه آقا، این تلویزیون مردم رو خیلی ها میبینه. خب احمق چرا نمیگه قشنگ بشینی توش صحبت کنی، دیگران نظرتو بدونن درباره آقا رضا پهلوی و شور حال جدید انتخابات. و اینجا پنکه روشن کردم، کم مونده بود عطسه کنم. باز روز چهارشنبه صحبت میکنیم. روز روزگار بر شما عزیزان و دوستداران خوب و خوش، به امید اینکه فردای بهتر و آینده روشن‌تر داشته باشیم. همونجوری که بهتون گفتم به احتمال 99% 100% ساعت 2 بعد از ظهر روز چهارشنبه با خانم دکتر بهیه جیلانی از پاریس هستیم و ساعت 3 بعد از ظهر با آقای دکتر کاظم افشارها از کانادا. خدا نگهدار. برنامه بعد از برنامه من آقای سهراب
چمن آراست که روی فیسبوک و بالاترین هم میذارم. فیسبوک میذاره یه چیزی رو دوبار سه بار صد بار هم بذاری، ولی بالاترین اگه قبلا یکی دیگه گذاشته باشه یا خود من گذاشته باشم برای بار دوم نمیذاره. مرسی که با ما بود.